خب دوستان عزیز، دوشنبه است و ما هم هستیم، شما هم هستید، خیلی خوشحالیم. و اما برنامه رو شروع کنیم. اینو بگیم پست، و این هم بگیم آغاز کن. Do you want؟ بله، بگیم ضبط هم بکنیم. حالا دوبار ضبط کنیم چه اشکالی. خب دوستان عزیز، با سلام، امیدوارم اوقات خوبی را پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. امروز دوشنبه پنجم ماه شهریور و برابر است با 27 ماه آگست 2018 میلادی، شهریور 1397 هم هست. اگه یه وقت تاریخ مالیخ رو قاطی کردید یادتون باشه. و اگر آخرای ماه حمایت میکنید، الان آخر ماه شهریوره، آخر ماه آگست. اگر اول ماه حمایت میکنید، اولای ماه شهریوره. خیلی خوشحالم که دوستان اینجا هستند و آقای رهبر میگه چشم ما روشن، چشم ما هم به دیدار شما از این طریق روشن. میدونید که من سالهاست یک برنامه رو شروع کردم به نام پناهجویان را دریابیم. مخصوصا اون روز وقتی اون فیلم پناهنده ها رو نشون دادیم یا پناهجویان رو نشون دادیم، دوستان زیادی صحبت کردن. خانم میلانی یا حتی آقای مشیری، همشهری عزیز ما، اولش در طرفداری از این دوستان، بعد وقتی همه فیلم رو نگاه کرده بود یه مقداری گفته بود اینها پرتوقع هستن، پیام ایشون رو براتون پخش میکنم. و این ثابت میکنه که ما باید برنامه ها رو تا آخر ببینیم بعد نظر بدیم، که خود منم متاسفانه این اشکال رو دارم و بزرگترین اشتباهش رو تو همون برنامه‌ای که کتاب آقای لادن رو از 4 قسمت یا از 4 کتاب، یک کتاب رو خوندم و شروع کردم نظر دادم. آقای لادن هم، امیر حسین لادن، با اعداد و ارقام و ریاضی و معادلات گفتن آقا همه این چیزایی که گفتی این 5% این کتابه و برو 95% دیگرش رو بخون، بعد بیا با هم صحبت میکنیم. امیدوارم که بتونیم در هفته های آینده با ایشون هم صحبتی داشته باشیم. هم ایشون در سفره، هم من قراره یک سفر کوتاهی در پیش داشته باشم. ممکنه جمعه برنامه نداشته باشیم، ولی چهارشنبه به احتمال 99% با شما خواهیم بود و شما هم اگر میخواین در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، میتونید این کار رو خیلی ساده انجام بدید. همیشه به دوستان گفتم از شما یک تماس، از ما بقیه کارها. برگردیم به پناهجویان رو دریابیم. امروز شما رو میبرم سوئد و قرار است با آقای مجید برهانی کیا صحبتی داشته باشیم. من وقتی با این جوانا تماس میگیرم بهشون میگم خیلی خودمونی، مثل همون تو مهمونی ها که تعریف میکنی، ازتون سوال میکنن خب آقا شما چرا اومدی اینجا، مشکلت چیه، مملکت، خونه مادر، نمیدونم منزل پدر، عشق و علاقه فامیل و اینها، چجوری غیر همه اینا رو میزنی و میای حاضر میشی با یه سری غریبه توی هایم و توی جاهایی که داستاناشو ببینید، اون فیلمایی که شب طرف عربده میکشه، اون یکی بعضی جاها اصلا قتل و جنایت اتفاق میفته. ولی این دوستان میگن که متاسفانه حکومت دیکتاتوری آخوندها چنان به اصطلاح زندگی رو برای ما جوانها مخصوصا مشکل کرده که ما درد غربت و اینها رو به جان میخریم و بلند میشیم میایم بیرون. بذارید من این دوستانی که اینجا هستن، من نمیدونم این سرویس فیسبوک هم یک قسمتی داره در کروم که شما میتونید همه رو دعوت کنید. یا اصلا برنامه اینه که شما وقتی یه گروهی هستی، یک دار و دسته‌ای داری، وقتی یه برنامه زنده میذاری به اونا خبر بده. فیسبوک اول این کارو میکرد، بعد اینا ببینید هر راهی که ببینن شما میتونید یه استفاده کوچک ازش ببرید، اون جلوتونو میگیره، میگه خب حالا به من پول بده تا من بذارم شما این کار رو انجام بدید. بله،
این هم از ماجرای فیسبوک و یک خانمی از استرالیا پیغام گذاشته، نمیدونم چون من تو تشخیص صدا خیلی بد هستم، به دوستانم گفتم، دلیلش هم اینه، بستگی داره من با چه تلفنی پیام شما رو گوش میکنم، با چه بلندگویی، شما با چه تلفنی زنگ میزنید. اگه یه بار با تلفن دستی و همراه زنگ بزنید و دفعه دیگه از تلفن منزل و خونه و آفیس و اینها زنگ بزنید، صدای شما تغییر میکنه، چون این میکروفونا بلندگوها بزرگ کوچیک داره، کیفیت صدا عوض میشه. اگه اشتباه نکنم این خانم قبلا هم بیننده برنامه ما بود، ولی خدا وکیلی من انقدر خندیدم اون روز وقتی این دوتا پیام شما رو شنیدم، مخصوصا اونجایی که دوباره زنگ زدی و گفتی که آقای سوربی من مریم هستم، فامیلیم هم اینه، حالا پس فردا دعوا نکنی تو برنامه به هم و اینها. و یادم افتاد به این معلمای بعد، البته ابی یه شعری میخونه به نام آهای معلم بعد، ولی اون معلمه واقعا بده، ولی یه سری معلم داشتیم که ماها به عنوان دانش آموز فکر میکردیم این معلم ها بدن، چون سختگیر بودن، خیلی دقت میکردن چیزایی که به ما یاد میدن امتحان پس بدیم و اینها. اون موقع که میگفتیم بد هستن، حالا که گذشته و به اصطلاح بر میگردیم میگیم آقا عجب معلم خوبی بود، یا خانم عجب معلم خوبی بود. امیدوارم شما هم اگه حتی ما رو به عنوان یک معلم سختگیر اینجوری توی پیامت گفتی، ولی اقلا از اون باشه که همین که شما یاد گرفتید که چقدر قشنگ اسمتون رو گفتید، شمارتون رو گفتید، از کجا هستم، خیلی هم قشنگ گفتید که ما یه روز از شماها جلوتر هستیم. من به دوستانی که کالیفرنیا و این برابر هستن میگم شماها 3 ساعت از ما جوانتر هستید، به دوستانی که مثل شما از ما جلوتر هستن، میدونید الان که اینجا دوشنبه است، توی استرالیا 3 شنبه است، به اینا هیچ وقت نمیگم شما از ما یه روز پیرتر هستید، مخصوصا به خانمها میگم شماها یه روز از ما با تجربه تر هستید و توی زندگی جلوتر هستید. در اصل هر جا هستید خوب و شاد و موفق باشید. ممنونم، ایشون گفته من اگه پول داشتم کلی برات میفرستادم و امیدوارم یه روزی بیای از این ورا، دعوت کرده من و همسرم بریم اونجا بشینیم، ایشون شام و نهار درست کنه و فقط با هم حرف بزنیم و بخندیم. بله من چیز عجیبی نمیگم، من این چیزایی که تو زندگیمون هست حالا گاهی وقتا هم سعی میکنم به صورت طنز بگم که خیلی بعضیا ناراحت نشن و بعضیا میفهمن خوششون میاد، بعضیا نمیفهمن بعدشون میاد ناراحت میشن. مثلا من دیشب یه جایی بودم گفتم خیلی خوشحالم که با این پشتکار دوستان فیسبوکی، جنبش های تنبونی جلو کامپیوتر، افراد دیوانه مثل کامران قادری معتاد، اون خانم نمیدونم بیدخت بود حالا شده اسمش فرهناز، و عقب افتاده زیاد داریم، نگران این موضوع نباشید، همه مشکلات دنیا و ایران رو حل کردیم، مشکل خلیج فارس که بعضیا گفتن خلیج عرب، دیگه الان غلط میکنن، جرئت نمیکنن، خلیج فارس خلیج همیشه فارس، دریای مازندران 50% چی الان دیگه 100%ش، اگه یه وقت اون وقتا شنا میکردی شما میرفتی تا وسط دریای مازندران بهت میگفتن ایست دور بزن برگرد، الان میتونی قشنگ طولش رو بری. یه برنامه دیدم از این آقای منوچهر گنجی، واقعا آدم گریهش میگه. آقای منوچهر گنجی من چندین مصاحبه با ایشون داشتم، وزیر آموزش پرورش دوره شاه بوده، یکی از اونایی بوده که تطمیع و ترغیبش کردن که خفش و دنبال جبهه ملی نرو و بهش شغل دادن، اینم گرفت و ساکت شد و رفت دنبال زندگیش و ازش سود برد و اینها. و یه برنامه ای آمده گذاشته با آقای شهرام همایون راجع به خلیج فارس. اولا این رفته یه سری اینفورمیشن از رو ویکی‌پدیا که هر کدوم از ما میتونیم اینو برداریم، طولش انقدر، عرضش انقدر، انقدر گالون آب داره، انقدر عمقش زیاده، فلان جاش ماهیه، میگم آخه نادان، این به درد من و آقای شهرام و همایون و دیگران چی میخوره؟ البته خب به درد شهرام و همایون میخوره چون پول گرفته ازش و برنامه رو بالاخره سپری میکنه. آقای زمانی هم اینجاست، میگه درود، منم به شما سلام میکنم. و آقای زمانی من میبینم شما این ویدیوهای خوبی که میسازی، این همه زحمت میکشی، حتی تو یکیش میگی که
یه مدت که وقفه بوده، اونایی که باهات همکاری میکنن به اصطلاح مشکل براشون پیش اومده، حتی تهدید جانی و فلان اینها، ولی مثلا میلاد 14 تا ویو. حالا ما هم همچین نیستیم 1000 تا و 10000 تا و 100000 تا، ولی ما تو این سوراخ تو اون سوراخ که چی میکنیم بالاخره چند هزار تا ویور داریم. حیف شما این همه زحمت میکشی حرفای به این قشنگی با مزگی میزنی 14 تا 30 تا 38 تا، اینجوری با دوستان صحبت کنی یک کم هزینه کنین. و وقتی میگم یک کم، واقعا هزینه تلویزیون مردم خیلی کمه. اینجا پخش کنیم، رو فیسبوک براتون پخش کنیم، روی بالاترین براتون بذاریم، روی بالاترین خودتون بذاریم. البته بالاترین دیگه واقعا الان آمده پایین ترین، خیلی افتضاح شده و مثل قدیم نیست. ولی در هر صورت خسته نباشید، خیلی ممنون که اینجا هستید. برگردیم با آقای دکتر منوچهر گنجی و این برنامه‌ای که گذاشته. میگه من 1960 در یک کمیسیونی که برای دریای خزر بود، به دریای خزر میگه دریای خزر، به بندر لنگه میگه بندر لنگه، کدومش درسته من نمیدونم، هر کدوم شما میگید اون درسته، و ادعا میکنه که خیلی میدونه و فلان و اینها. و اوکی آقا شما درست، آخوندا دریا رو دادن رفت، خب حالا چه کار کن؟ آقای شهرام همایون که تا دیروز به مجاهدین فوش میداد مریم رجبی اینو نگو من میام نمیدونم لنگ و پاچت فلان میکنم و اینها، امروز یه پولی رسیده بهش داره تبلیغ میکنه. همین چهار تا پیرزن و پیرمرد شاهولایی هم که مونده سوار هواپیما و سوار اتوبوس کنه بکشتشون توی تظاهرات مجاهدین. براش نوشتم همایون جان فکر کنم سر کیسه رو شل کرده مجاهدین و تو هم داری تبلیغ میکنی که مردم رو بیاری نیویورک. آقای همایون، آقای پرویز مینویی هم که از امروز برنامه‌هاشو اینجا پخش کردیم و پخش میکنیم، ایشون چهارشنبه‌ها در تلویزیون کانال یک برنامه داره ولی با برنامه‌هاشو اینجا بازپخش میکنیم، ایشون هم میگه که بله آقای شهرام همایون اول کسی بود که جنبش ما هستیم و راه انداخت. خب مبارک. اولین کسی بود که بچه های مردم رو فرستاد پاسارگاد، مبارک. خب چه کار کردین؟ چه کار کردین؟ شما ثابت کردین که شاه مسلمون و آخوندزاده و آخوندپرور بوده و حالا شما خیلی ساده، شمایی که هیچ قدرتی ندارین، از این ور ایران میتونید فروهر و کوروش و پاسارگاد رو تبلیغ کنید و مردم هم میرن. خب حالا رفتن بعدش چی؟ البته آقای همایون انگلیسیش از من بدتره، ولی اگه انگلیسیش یکم خوب بود، آقای همایون اینجا ازت میپرسن then what، یعنی بعدش چی؟ خودونم میگین خب که چی؟ حالا شما از این بالا پریدی پایین یا از این پایین پریدی رفتی بالا، حالا چی؟ هیچ کس هیچ برنامه‌ای نداره. یه دوستی آمده بود نوشته بود مرگ بر این مرگ بر اون، گفتم آقا این آخوندای نادان 40 سال میگن مرگ بر آمریکا. چه اتفاقی افتاده؟ دلار 7 تومانی شده 12000 تومان، 10000 خورده 11000 تومان، هر چی که می‌خری. چه اتفاقی افتاده؟ آمریکا حالا یه جایی که میره مردم بهش میگن ما با تو معامله نمی‌کنیم، چون آخوندا بهت میگن مرگ بر آمریکا. ککش هم نمیگیزه. شما هم این مرگ بر اینو مرگ بر اون فایده نداره. برو آقا دنبال یه برنامه. البته ایشون گفت ما دنبالش هستیم. گفتم آقا موفق باشین، مواظب خودتونم باش. خب 10 دقیقه دیگه ما میریم سراغ این دوستمون در سوئد. ازش خواهش میکنم، نه چون با اسکایپ نیستیم، چون من وقتی با اسکایپ هستیم از اونایی که با فیسبوک دارن استفاده میکنن میبینن، خواهش میکنم برنامه ها رو خاموش کنن، حتی تلفن دستیشون رو از اینترنت خاموش کنن اینها، چون اسکایپ خیلی جون اینترنت رو میگیره. حالا نمیدونم این فیسبوک که همون کار اسکایپ رو انجام میده، تماس ویدیویی کیفیت خیلی خوبی هم داره، آیا همونقدر بندویت یا پهنای باند میگیره یا کمتر؟ کسی هست که بلد باشه اینها رو اندازه بگیره؟ چون حتما هست که این یکی پروگرام چقدر انداز. شما تو کامپیوتر اگه بری تو اون قسمت به اصطلاح تسک و اینا، بهت میگه که این پروسسوری که الان روشنه این چقدر میگیره، اون چقدر میگیره، این چقدر میگیره، و همه رو میتونی تنظیم کنی، خاموش کنی، کدوم اول کار کنه، کدوم دوم کنه، کدوم ارجعیت داشته باشه و الی آخر. مال فیسبوک و اینها رو من نمیدونم. آقای سلامی یا اینجاست یا اونجاست. میگه که
جواب من رو بده. خب جواب شما رو شما برای من بنویس. نوشتید please answer my question. question تو بنویس، در جای عمومی هم بنویس تا منم بهت جواب بدم. حالا اگه خصوصیه و میخوای ببینی کی میام اونجا، شما کی میای اینجا، کی منو دعوت میکنی رستوران، اینها اون جدا بنویس. ولی شما نوشتید breaking news، شما هم شدی مثل CNN، از بس هر آشغالی رو می‌نویسید breaking news، دیگه برای من معنا و مفهوم breaking news از بین رفته. آقای دکتر رضا سلامی، اگه داری برنامه رو نگاه می‌کنی عزیز من، breaking news یعنی زلزله‌ای که دیروز در کرمانشاه و در ایران و اینها افتاده، همون لحظه breaking news الان شد یه چیز دیگه. breaking news خبر مرگ آقای جان مکین روز شنبه، تموم شد. دوشنبه از چهارشنبه هم دفنش میکنن. مجاهدین یه بابای دیگه شون رو از دست دادن. خیلی بد آدم چند تا بابا داشته باشه، هی باید تو عزای همشون شرکت کنه. ولی این اولا خوشحالیم که مکین یه جای آدم خوبی بود، ولی روزی که رفت برای انتخابات و اینها، اون صحبتی که کرد بهش گفتن با ایران میخوای چه کار کنی تو برنامه‌های آینده‌ات، گفت ایران بام 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 ایران، یعنی ایران رو بمبارون میکنیم. من فکر میکنم به احتمال 90% باختش باعث اون بود. در صورت 81 سالگی، همین چهارشنبه میشه 82 سالش که گفتنم چهارشنبه خاکش میکنیم و گفتنم که ترامپ توی مراسم ختم من نیاد، فقط جورج بوش و اوباما بیان صحبت کنن. دوستانی که هنوز طرفدار ترامپ هستین، مرده ها هم نمیخوان ترامپ بیاد سر خاکشون، مرده ها. شما ببینین نزدیکترین افراد به این دارن یکی یکی ازش جدا میشن. کسی که 40 سال حسابدار پدرش و خودش بوده، رفته به دادستان گفته آقا شما به من مسئولیت بده، منو تو زندان ننداز، منو به جرم کارایی که این به من گفته انجام بده و خلاف قانون بوده محکومیت و حبس و اینا نده، من میام هر چیز رو شما میخوان بهتون میگم که این کجا کسافتکاری کرده، کجا چی کار کرده. خب ببینید عکسایی که یه نفر بفرسته یه لینکی که همه این عکسا رو یه جا نشون بده، اون مایک کاهن، اون دوست یهودیش که حسابدار خودش بود، حسابدارش نبود، اون کارچاپونش بود، اون پاندازش بود، اینجا بهش میگن فیکسه، یعنی اون خراب میکنه، گند میزنه، این میره فیکسش میکنه، درستش میکنه. با چی درستش میکنه؟ با پولی که بدبخت بیچاره کارگر نمیدونم فلان کارخونه آهنسازی 5 دلار 10 دلار 100 دلار 1000 دلار داده. امیدش این بوده که ترامپ بیاد این پولا رو مصرف کنه برای بهبود آمریکا. پول رفته کجا؟ 150 هزار دلار به این خانم، 130 هزار دلار به اون خانم، اینقدر هزار دلار به این آقا که بره به این خانم این کارو بکنه. در هر صورت اونا ولش کردن، اونا ترامپ رو ول کردن، کشیدن کنار. و دیدید اولینش همون آقایی بود که آمد گفت کلینتون lock her up، اون چیز بود جنرال فلین یا با پسرش، اونا رفتن گفتن آقا ما کاری ما نداشت باش، ما میام اینو لو میدیم. بعدیش همین کاهن بود، بعدیش اون کسی که مسئول سردبیر و صاحب امتیاز نشنال انکوایرر هست، این یکی دیگه آخریش آلن، اصلا عکساشونه که شب میندازه آدم خندش میگیره. این آقای کریس یا کریستوفر کومو که داداشش گاورنره یا شهرداره، گاورنره، فرماندار نیویورک و خودش هم مجری خوبی هم هست، یه برنامه هم جدیدن شروع کرده تو سی این سبا شبا ساعت 9 شب، خیلی پرشور و هیجان میاد برنامه اجرا میکنه. به اون خانمه گفت که بابا اینقدر از این دفاع نکن، یکم صبر کن، شما نگاه کن نزدیکترینش. به شوخی گفت ببین این آلن از زنای ترامپ بیشتر خبر داره از زندگیش، چون اونا 3 تا بودن، این از زنش هم یه چیزایی رو قایم میکرده ولی از این حسابدارش قایم نمیکرده. و به خاطر همین تو اون نواری که ضبط کرده کاهن، مایکل کاهن با ترامپ صحبت میکنه، اسم این آلن هم میاره، آلن وایسلبرگ. همه هم ماشاءالله کلیمی، همه هم یهودی و همه هم یه جورایی به طرف صهیونیست به اصطلاح قش میکنن به قولی دوست. خب ساعت 2:25 اجازه بدید من ببینم میتونم پیام این دوستمون آقای مشیری رو پخش کنم. میگه که
آقای سربی عزیز، میدونم که دوست ندارید لینک بفرستم، ولی اگر این رو ندیدید حتما نگاه کنید، برای برنامه شما بی نظیره. من معمولا برنامه ها رو با اونایی که باشون کار میکنم وقتی برام میفرسته دیگه میگه چیز کن، اونو به عنوان یک تهیه کننده قبول دارم پخش میکنم، ولی با دوستانی شما رو میشناسم، ولی با دوستانی که تو برنامه هم کاری نداریم اینا رو بعد از برنامه نگاه میکنم، اگر مناسب باشه برای برنامه بعد ازش استفاده میکنم. ولی من هیچ وقت نگفتم دوست ندارم لینک بفرستید، گفتم برنامه لینک ها رو تو برنامه پخش نمیکنم. بریم سراغ پوشه برنامه زنده. و ضمن تشکر از این آقای مشیری، این آقای مشیری هم سالهاست نیویورکه، امروز خوشحالم که این پیامش گفته من حاضرم برای این دوستان در آلمان کمک کنم، پول بفرستم. بعد گفته نه آقا نمیخوام، اینا اینجوری هست، آقا اقلا برای تلویزیون مردم حمایت کن، اون وقت به ما بسپار که ما به کسی کمک کنیم یا نه. سه تا پیامشون گذاشته، 6:56 یا 7 بعد از ظهر، 7:15 و 7:20. اولینش که 6:56 است با هم گوش میکنیم، خیلی جالبه و یه سوالی هم از من کرده، اونو می‌نویسم جواب میدم. بفرمایید آقای مشیری از نیویورک. آقای سربی عزیز سلام عرض می‌کنم، من علی مشیری هستم و خدمتتون تلفن زدم چون من تنها برنامه که واقعا نگاه می‌کنم برنامه شماست. انقدر خلوص نیت و بی‌دریغ و بی‌چیز صحبت می‌کنی که حد می‌کنم به هیچ دیگه گوش نمی کنم، مخصوصا اگه فارسی باشه. حالا دیروز من دیر رسیدم پای برنامه تون، داشتین می گفتین یه مردی حامله شده و بعد دیگه سابجکت عوض شد، شما تشریف بردین یه قسمت دیگه، حضرت محمد توی بار بودن، کبوت و اینا توش بود و بعد شد ترامپ. این داستان شیه این مرد در ایران حامل شده یا من اصلا اشتباه کردم؟ بعدم واقعا بذارید من همین الان بهتون جواب بدم، اجازه بدین. احساس حسادت میکردم که شما هی پتیک پتیک میکنید که چرا با پتیک انقدر عیارین، ولی واقعا حالا پی بردم انسان درستیست راجب اون داستان یه خانمانا در آلمان صحبت میکردیم و گفته من کمک بکنم، واقعا آدم درستیست و داشته سیار میخوزده و 11 تا کیش میشارم شماسته بود. والا به خدا منم حاضرم کمک کنم هرچی شما بفرماییم، ما در خدمتتون هستیم، چاکرتم میکنم. خیلی ممنون، اجازه بدید این یکی یکی پیش بریم. اولا اون ماجرای پتیک، ممنونم که شما حسودی میکنی، ولی اگه شما هم جای من بودی همینقدر ارادت پیدا میکردی به پتیکی که هر وقت ما گفتیم کمک اون قدم پیش گذاشته. این ماجرا زنی که حامله بود، عکسشو بعد از مصاحبه بهتون نشون میدم، یه خانمی بود که وقتی حامله شد بعد رفت، اینجا بهش میگن ترانس جندر، جندر هم سکس خودشو عوض کرد شد مرد، بعد چون هورمون و اینا مصرف میکنن، اینا که من نمیدونم کسی که حامل است به فکر بچهش نیست، اینا ضرر نمیزنه، بعد آقای ریش و پشم و اینا روی تخت بیمارستان حاملم بود، بعدم زایید. حالا ببینید چقدر خنددار میشه که یک مرد حامله روی تو قسمت بیمارستان قسمت زنان بچه به دنیا بیاره. عکسشو اینا رو بهتون نشون میدم. درباره کمک و اینها هر قد ما بگیم که نمیشه، من بگم 1,000,000 شما میگه آقا من ندارم، هر قد خودتون دارید و همت عالی کمک کنید، حمایت کنید، ممنون میشم. این به ما یه دلگرمی میده، ولی حقیقتش بنده همچین احتیاجی هم به این پولها ندارم. و اما بذارید برم سراغ آقای مجید برهانی کیا و با ایشون چند دقیقه باشیم و ببینیم که آقای برهانی شما کدام یک از اینها هستید. من با وجودی که با شما صحبت کردم روی فیسبوک، ولی شما رو به عنوان
دوست در لیستمون نداریم. مجید برهانی، بله اینجا پیدا کردم و اجازه بدید که زنگ بزنم به ایشون از طریق فیسبوک. راحت شدیم، این فیسبوک هم دوستان وقتام میگفتن ما استفاده نمیکردیم. من مجید رو دارم، دوستان اجازه بدید تصویرشو. چرا اینقدر تصویرت کوچولوئه؟ این با تلفنه یا آیپده چیه؟ با تلفن. خب اب ندار، همونجا شما باش، من تصویرتو بدم به سیستم. به یکی از دوستان که در هلند بود گفتم چرا اینقدر تصویرت کوچولوئه، گفت آقا شما اگه خونه منو ببینی اینجا باورت نمیشه، من اگر یه تلفن بزرگتر بگیرم. درست شد الان چیکارش کردی؟ الان خوب شد داره، ولی صدات یه کمی خشخش داره. الان اونم امیدواریم درست بشه. بذار ببینیم که دوستان الان بله بله یه کم اگه بتونی سر دوربین رو پایین تر بیاری، خودت بالاتر باشی. من به دوستان میگم این سرتون رو وسط تصویر نذارین، سرتون باید بالا باشه. شما جوون هستی، یادت نیست ما مدرسه که میرفتیم بهمون میگفتن عکس 3x4 دوتا بگی بیار برای آخر سال برای پای کارنامت. بعد دیگه یاد گرفته بودیم که این عکسای 3x4 اون عکاس هم بلد بود چجوری باید باشه و اینها. خب شما بشین تا من تصویر شما رو بدم به اینجا. دوستانی که با تلویزیون مردم آشنا هستن میدونن که ما سالهای سال یه برنامه رو داریم به نام پناهجویان رو دریابی و خیلی خوشحالم از این بابت. دوستانی هم بودن که آمدن و صحبت کردن اینها، چون من باورم بر اینه اصلا طبق اون قانون حقوق بشر، قطعنامه حقوق بشر، هر کسی هر جای دلش میخواد زندگی کنه، حتی مهم نیست که طرف سیاسی باشه نباشه. آقا من اینجا تو آمریکا خیلی هم میگه آقا ویرجینیا حساسیت داری بلند شو برو آریزونا. خب اگه آریزونا یاد بدین نمیتونی بیای اینجا، اصلا میریزه به هم. بذارید من این برنامه رو اینجوری شروع کنم که بعد این قسمت رو به خود آقای برهانی کیا تقدیم کنیم و امیدوار باشیم که کارش درست بشه. خب دوستان عزیز، برنامه پناهجویان رو دریابیم شروع میکنیم امروز و این برنامه شما رو میبره به سوئد. با دوست جوانی هستیم به نام آقای مجید برهانی کیا. به ایشون گفتم که مثل مهمونی های خودمونی، فکر کن منم داییتم عموتم، و برای ما بگو ببینیم که مجید کیه، از کجای ایران هست، چرا امروز در سوئد، وضعیت پناهجوییش یا پناهندگیش یا به قول خودتون کیس پناهندگیتون به چه صورت هست، مصاحبه رفتی نرفتی. من ساکت میشم، میکروفون رو در اختیار شما میذارم، این شما و این هم دوستان بیننده و شنونده. و همیشه هم گفتم اگر دوستانی هستن در اون منطقه، در اون کشور، اگر کمکی از دستشون برمیاد برای دوستانی مثل شما، کمک همیشه نباید مالی باشه. کمک هایی که طرف راهنمایی میکنه، میگه مثلا منم 5 سال پیش همین شرایط داشتم، اولا یه دلگرمی میشه برای شما که بگذرد این روزگار سخت، تر از سنگ بود یا زهر هرچی، روزای دیگه هم به اصطلاح میاد انشالله شیرین خواهد بود. بفرمایید بگید که مجید برهانی کیا شرایطش چیه، کجاست و منتظر چی هست. میدونم روزهای برزخی هست، این انتظار از همه چی بدتر. بفرمایید. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما آقای پارسا و بینندگان محترمتون. آقای برهانی شما صحبت که میکنی اینجا یکم صدا تق تق میکنه، گوشی نداری بزنی به گوشی با اون صحبت کنی؟ اگر اون کار انجام بدی فکر کنم بهتر بشه. نمیدونم چرا من خودم وقتی تلفن دستیمو میارم نزدیک چیز این اشکال پیش میاد و صدا میده. شما اگه تلفن دستید نزدیک این سیستمت هست قطعش کن یا دورش کن. بذارید ببینیم، حالا من ساکت میشم شما صحبت کن ببینیم چی میشه. بفرم. با عرض سلام و خسته نباشید شما های پارسا و بینندگان محترمتون.
من میخواستم شهادت این رو بدم که چجوری ایماندار. متاسفانه این اشکال هست آقای برهانی، نمیدونم چیه. بله متاسفانه این اشکال هست. شما صحبت که میکنی مثل این میمونه که مثلا یک موتوری چیزی اونجا هست، نمیدونم. تا موقعی که شما صحبت نمیکنی هیچی نیست، صحبت که میکنی مثل که به میکروفون شما مثلا. حالا باز یکم صحبت کن. الان بهتر نشد؟ نه هنوزم همونجور. میخوای قطع کنم شما بست، شما تماس بگیر ببینم بهتر میشه؟ بله چشم. مرسی. بله دوستان عزیز، متاسفانه این اشکالات تو برنامه های زنده پیش میاد. بذارید ببینیم که یه بار اگه قطع کنیم ایشون تماس بگیره این اشکال برطرف میشه یا نه. توی کامپیوتر شما میتونید میکروفون و دوربین و اینا رو انتخاب کنی، ولی توی تلفن دستی شما این چیزها رو نداری، به اصطلاح این انتخاب و اینا رو نداری. بذارید ببینم من. بله الان بهتر شده پرسوس؟ الان بهتره ولی به صورت دلخواه نیست. حالا ما سعی میکنیم به قول معروف کامپیرمایز کنیم، یک کمی کوتاه بیاییم و ببینیم که میشه با این کیفیت جلو بریم. نمیدونم چی. شما تلفنت نزدیک چی نیست؟ تلفن نزدیک یه سیستم دیگه یه چیزی؟ نه الان من داخل اتاق هستم. با دوباره شروع شدون برنامه. بذارید من وقتی شما صحبت میکنیم من میکروفون اینجا رو خاموش کنم ببینم میشه. یکم صبر کن شما، میخوام شاید، چون من با فیسبوک خیلی کار نمیکنم، ولی قبل از شما با آلمان با خانم محمد نژاد صحبت کردم، اتفاقا از کوالیتی فیسبوک تعجب کردم که به این خوبی. اسکایپ هم فکر میکنم خوب باشه آقای پارس. اگه اسکایپ دارید با اسکایپ صحبت کن. الان شما اسکایپ دارم. بله شما صحبت کن، من میکروفون اینجا رو خاموش کنم ببینم میشه. باشه چشم. بفرمایید. الان بهتر شده بود آقای پارس؟ نه نه متاسف. خب اگه اسکایپ داری از طریق اسکایپ با من تماس بگیر. باشه چشم. بله باشه. داریم محبت، شبکه محبت دیگه. نه مردم تی وی برات مینویسم الان این زیر چیز. اوکی مرسی. ما موقر هستیم ولی مردم. بله بذار برات با اون بفرستم. این بذارید حالا که این مشکل پیش اومد من به دوستانم بگم. اولا بذارید برای آقای برهانی من اینو بفرستم. اینجا مجید برهانی، این اسکایپ ما هست. اینه، اگه بتونه تماس بگیره شاید بتونیم، اگه نه با ایشون یا فردا یا پس فردا مصاحبه میکنم. ضمناً امروز ساعت 3 بعد از ظهر میریم بستون بزرگ و با آقای جلیل مرتضوی خواهیم بود. آقای مرتضوی وقتی یه صحبتی میکنه من بعد ازش ایراد میگیرم، چون همیشه گفتیم توی اینجا مجید برهان رو دارم. نمیدونم حالا همین آقای برهانی هست یا ببینم خودش هست، چون دوستان بعض وقتا فامیلشون اینا رو کوتاه میکنن، اون وقت ما نمیدونیم حالا این همین آقای برهانی هست که ما میخوایم باهاش صحبت کنیم یا نیست. کار نه جواب نداد اینجا. بذارید ببینیم. خب ایشون زنگ میزنه. آقای برهانی تصویر تو من بله. آها خوب شد، خیلی هم عالی. الان بهتر شد؟ بابا باریکلا صدات هم خوب شد. خب خیلی خب عالی. آره یه جوری اینو ثابت نگه دار که دوستان بله. از تصویر به اصطلاح تکون خوردن تصویر و اینها ناراحت نباشن تا ما بتونیم با شما مصاحبه. الان خوبه؟ الان خوبه. یک کم هم اگر بتونی ببریش پایین تر، خودت بیاد بالاتر بهتر میشه. خب اجازه بدید من تصویر جدیدتون رو بدم به این سیستم کامپیوترمون اینجا. حضرت بخونم خواستم اونم چقدر زمان دارم میتونم صحبت کنم؟ شما گذاشته بودم براتون 5 دقیقه تا 10 دقیقه، ولی ما صدای شما رو ساکت نمی کنیم، وقت میشیم دیکتاتور. شما
تا اونجایی که احتیاج داری صحبت کن، برای ما بگو که چرا امروز در سوئد هستی. خب بفرمایید آقای برهانی، با شما هست. سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شما پارسکار و بینندگان محترمتون. من خواستم امروز در مورد این که چجوری شد که من ایمان آوردم و این که به کشور سوئد اومدم شهادت بدم. من زمانی که توی ایران بودم توی یه دونه آژانس مسافربری کار میکردم و در این آژانس من مسافر جابجا میکردم و اینکه ما مسافرهای خاصی داشتیم و این مسافری داشتیم به اسم خانم الناس که ایشون معمولا روزی یک بار بعضی وقتا دو بار زنگ میزدن آژانس رو، ماشین میگرفتن و ما ایشون رو جابجا میکردیم. خیلی از وقتا هم نوبت بنده بود که ایشون رو جابجا کنم و به مقصدشون برسونم. و اینکه حدود یک سال یک سال ایشون مسافر آژانس ما بودن و من در اون زمان درس هم میخوندم تو ایران، دانشجو بودم. و اینکه زمانی که من ایشون رو نوبت بنده بود و من میرفتم دنبال ایشون و ایشون رو جابجا میکردم، خیلی با هم صحبت میکردیم، با هم حرف میزدیم تو طول مسیر. معمولا سرویس هایی که از آژانس میگرفتم طولانی بود، یه چند ساعت با ایشون بودیم. و اینکه خیلی خانم خوب و مهربونی بودن و چون با من همسن بودن تقریبا، خیلی زیاد با هم صحبت میکردیم در مورد همه چی. و یکی از همین روزها چون من اعتقاد خاصی به اسلام و اینا نداشتم، یه روزی بود که من رفتم دنبال ایشون و ایشون رو جلو خونهشون جلو منزلشون سوار ماشین کنم. یکی از روزهای محرم بود یادمه، یکی از روزهای محرم بود و ایشون سوار ماشین شدن و من از ایشون اجازه گرفتم، گفتم که من میتونم ضبط ماشینم رو روشن کنم با صدای کم. و ایشون گفتن آره آقا مجید هیچ اشکالی نداره، میتونی راحت باش. و ما هم اینجور ضبط اون رو روشن کردیم و طول مسیر که میرفتیم یه جا یادمه که ترافیک شده بود و به دلیل اینکه هیئت عزاداری و اینا داشتن دسته میبردن این در ایران، خیلی ترافیک بود و ما وایسادیم. شاید حدود 20 دقیقه نیم ساعت ما اونجا وایسادیم تا این هیئت رو برن و خیابونا خلوت شه ما بتونیم بریم تو مسیر. و اینکه همینجا که وایسادیم این خانم الناس خیلی عجله داشتن دیگه، حوصله‌شون سر رفته، گفتش که این چه بیمیه، چه چیزیه که اینقدر وقت مردم واسه مردش نداره، چرا اینقدر مردم اذیت میکنن، این مردم آزاریه، این کار خوبی نیست. همینجوری که صحبت میکردم من یه دفعه متوجه شدم که ایشون هم تقریبا مثل خودم هم زیاد اعتقاد خاصی به چیزی ندارن و اینا. بعد بهشون گفتم که خانم الناس شما هم مثل من اعتقادی ندارید. یه دفعه بهشون گفتم و ایشون برگشت هم گفتن که چون کنان درباره مذهب و دین و اینا صحبت کردن و تا اینکه من ایشون رو بردم به مقصد رسوندم و برگشتم. و ایشون همینجور طبق معمول ماشین میگرفتن از آژانس. باز یه بار که نوبت بنده بود من رفتم دنبال ایشون، ایشون برگشتن و من گفتن که آقا مجی من میتونم شمارتو بگیرم، از این به بعد هر وقت که ماشین خواستم با خودت تماس بگیرم مستقیم منو جا به جا کنی. و منم با کمال میل قبول کردم، گفتم آره چرا که نه. و ایشون از اون به بعد به من زنگ میزدن و من ایشونو جا به جا میکردم به مقصدشون میرسوندم. و اینکه خیلی وقتا من ایشون رو به مقصد میرسوندم، حتی 3-4 ساعت 5 ساعت منتظرشون وای میستادم و میرفتن و بعد میگشتن دوباره برایشون میگردوندم به خونهشون. یه مدت طولانی گذشت تا خیلی با هم دیگه راحت شده بودیم و یه مدت طولانی که گذشت و ایشون مسافر شخصی بنده شده بودن، یه روز یادم به من برگشت گفتش که آقا مجید در مورد مسیح چیزی میدونی؟ و منم گفتم که مسیح هم یه پیامبری بوده مثل بقیه پیامبران. و ایشون گفتش پس تو چیزی نمیدونی،
میخوای بیشتر بدونی؟ کتاب میخونی؟ گفتم که کتاب میخونم بله. و ایشون در آورد و یک کتاب مقدس، کتاب انجیل به من داد و گفتش که اینو مطالعه کن، اگه سوالی داشتی چیزی داشتی از من بپرس. و من هم شروع کردم مطالعه کردن همینجوری، گفتم حالا میخونم ببینم چی هست، چی نوشته بود. همینجور که میخوندم سوالای زیادی واسه من پیش میومد و این سوالا رو من از ایشون میپرسیدم و خیلی از سوالام رو جواب میداد و خیلی از سوالام رو نمیتونست جواب بده. یعنی که جواب میداد ولی من قانع نمیشدم، برای من کافی نبود. و تا اینکه همینجور که زمان میگذشت من این کتاب رو میخوندم و از ایشون سوالای زیاد میکردم و خیلی ها جواب میگرفتم و بعضی ها رو قانع نمیشدم، یه روز ایشون به من گفتش که آجی دوست داری به کلیسای خونگیری های یه روز با من؟ و من گفتم آره چرا که نه، من میام، بیا ببینم چجوریه. ما رفتیم وارد کلیسای خونگی شدیم، اونجا 7-8 نفر بودن، یه آقایی بود به اسم آقا حمید و اینکه با گرمی استقبال کرد و صحبت کرد و در اون روز اومد سرود خوندن، موعظه کردن، دعا کردن و در آخر واسه من دعا کردن. تا اینکه دیگه من هر هفته یه جلسه کلیسا خونگی بود و هفته یه بار من میرفتم به تون کلیسا و چند هفته‌ای که گذشتش دیگه من عادت کرده بودم میرفتم اینجا و یه جورایی اصلا ایمان آورده بودم، به دلیل اینکه اونجا احساس خوبی داشتم، خیلی راحت بودم و آدم های خوبی احساس میکردم اونجا بودن و به همین دلیل من یه جورای ایمان آورده بودم. و حدود یک سال از اون ماجرا میگذشت که من دیگه داشتم کلیسا خونگی میرفتم و همینجور که میرفتم کارم رو میکردم و دانشگاه رو میرفتم و زندگی رو داشتم میکردم. تا اینکه با تماسی که با دوستام داشتم، یه دوستی من دارم توی نروژ، یه خانومی هم با یه آقایی هم زن و شوهر هم، من با تماسی که با این خانوم آقا داشتم به دوسته صمیمی هستیم که همین هم میان پیشم و همینجا صحبت و گفتن که اگه میتونیم مثلا همیگر رو ببینیم و اینا، چجوری ببینیم چجوری نبینیم. و ایتون رو آنمایی که گفتش که خیلی راحت میتونیم ویزای فرانسه رو بگیریم، ویزای فرانسه میتونیم همدیگر رو ببینیم. و من از سفارت فرانسه اقدام کردم و ویزای فرانسه رو گرفتم و برای 27 دسامبر 2015 من به فرانسه اومدم واسه دیدن دوستام. و از فرانسه رو مشکلی که واسه شون پیش اومد، من سوار هواپیما شدم و اومدم به نروژ. و نروژ ما یه شب با دوستامون بودیم چون نزدیک سال نو بود، چند روز مونده بود به سال نو میلادی، به سال 2016 چند روز تو نروژ بودیم. و اینکه از نروژ اومدیم به سوئد و از سوئد رفتیم برای تفریح به دانمارک و از دانمارک برگشتیم دوباره به سوئد. همینجور که ما داشتیم میگشتیم و سال نو هم شد و چند روزی از سال نو گذشته بود و دیگه داشت نزدیک برگشت من میشد، ولی ما تو سوئد بودیم، پیش دوستای سوئدی بودیم که خواهر من از ایران به من زنگ زد، گفتش که از طریق ایمو به من زنگ زد و گفتش که از این اتفاق افتاده، ریختن توی خونه و خونه رو گشتن و کامپیوتر رو بردن و خیلی کتابا رو بردن، حتی کتاب انجیل بردن. خیلی هم ناراحت بود و با ناراحتی به هم میگو و اینکه گفتش اگه میتونی فعلا نیا، اصلا نمیتونی بیای اینجا، نمیتونی برگردی، اگه برگردی معلوم نیست اصلا چه بلایی سرت میارن. و این شد که من مجبور شدم تو کشور سوئد بمونم و وارد کلیسای از اون به بعدم، وقتی تو کشور سوئد مجبور شدم بمونم، از اون به بعدم وارد کلیسای یوتوبوری شیلکان شدم و میرم هنوز که هنوزه همچنان میرم و اداره مهاجرتم یه دونه منفی بهم داده و منتظر دادگامم.
سه سالم از یه دونه منفی داشت. یعنی رفتید برای مصاحبه رد شدید به این میگه؟ بله. یه بار رد شدم و حدود دسامبر امسال هم میشه سه سالی که من از ایران اومدم بیرون و اینجوری موندم. شما وقتی تو سوئد هستین اونجا اون یو این یا ثبت نام برای پناهجویی اسایلم سیکر اینا به چه صورته؟ با شما رفتارشون خوبه یا مثل بعضی از کشورها خشن و اینها؟ استرالیا بود چند سال پیش خیلی بد بود. بله. اونجا چجوریه توی؟ نه رفتارشون خوبه. بله. رفتارشون خوبه و من توی شهر گوتنبرگ زندگی میکنم که اینجا میگن یوتوبودی، من در اینجا زندگی میکنم و ولی رفتارشون خوبه. فقط این که خب یه منفی گرفتم و به من گفتن که ما باورمون نمیشه که تو اگه برگردی در ایران جونت در خطره و دلیلشون همین بوده که ما باورمون نمیشه که تو اگه برگردی جونت در خطره. خب کیسایی بوده که مثلا اون آقای سعید کشیشی بود رفته بود ایران، البته خب اون خیلی تبلیغ میکرد گرفتنش و بعد اینقدر به اصطلاح نگهش داشتن تا معاوضه کردن با یه سری از کسای دیگه، حتی این کلیساهای خانگی و اینا رو هم خیلی هاشون رو میگیرن بعد بهشون میگن شما اجازه. تعجب میکنم که مثلا دولت سوئد یا کشورهای دیگه اینا پیرو اون قانون نیستن که الان که شما اومدی اینجا اگه هیچ مشکلی هم نداشته باشی الان مشکل پیدا کردی. یک زمنان شما میگی خواهرتون یا خانوادهتون باهاتون تماس گرفته و گفتن که اونا ریختن اونجا، حالا وقتی اولی رو قبول میشی بعد چقدر طول میکشه تا بتونی دوباره اقدام کنی یا همون موقع بلافاصله اقدام میشه؟ چقدر طول میکشه تا مصاحبه بعدی باشه؟ وقتی من از اداره مهاجرت منفی گرفتم الان حدود 9 ماه میگذره های پارسا، حدود 9 ماه میگذره که من همچنان منتظرم و الان حدود دسامبر امسال میشه حدود 3 سال میشه که من از ایران اومدم بیرون و اینجا بلا تکلیفم. بهتون نمیگن چه روزی مثلا 6 ماه دیگه فلان همینجوری؟ شما تاریخ ندادن؟ نه هنوز تاریخ ندادن و گفتن که شما وکیل هم دارید؟ وکیل هم بهتون میدن یا میتونید وکیل؟ بله بله وکیل دارم و من الان 9 ماه بعد از این که منفی گرفتم 9 ماه منتظرم هنوز، حتی گفتن امکان داره تا 18 ماه هم طول بکشه. وقت بعد از این مصاحبه چی؟ اگر قبول شدید که خب قبول شدید، اگر اشکالی پیش اومد چی میشه؟ اگر اشکالی پیش بیاد میره دادگاه عالی که معمولا دادگاه عالی هم 100% جوابش رده، یعنی که اینجوری بوده که 99% 100% منفی بوده که بعد از اون بعد از این جوابی که اگه خدای نکرده منفی بدن به من حدود 1 ماه 1.5 ماه دیگهش فکر میکنم دیپورتی بیاد. آها اگه منفی دوم بگیرید دیپورت میکنه. بله. کسایی هستن که الان مثلا مثل شرایط شما دیپورتشون کرده باشن؟ چون من با یه نفر مصاحبه کردم، یه نفر زندان بود، یه نفر حتی از توی هواپیما به اصطلاح آوردنش که اون امید بود که دوستم بودش که توی هواپیما تا تو هواپیما بودنش. بله بله. اونم 8 سال اینجا. بله. بله. امید خیلی با هم دوست صمیمی هم هستیم، امید هاشمی که بعد 8 سال 8 سال عمر یه جوان میشه 8 سال. بله چند بار دیپورتش کردن و گرفتنش و میخواستن برش گردونن که تو هواپیما و اینا بردنش و از اونجا برگردوندنش. شما گفتید که رفتار اینا با شما خوبه، پس چرا اینجوری به اینجا که میرسه بد عمل میکنن؟ چرا رفتارشون بد میشه؟ یعنی فکر میکنم خیلی که... ضعیفه. من هم همینو میگم که باید چی بشه؟ باید مثلا برگردیم که بکشنمون شما بفهمید جونمون در خطره؟ حالا امیدواریم اتفاقی نیفته برای شما و اون مصاحبه دوم به اصطلاح با نتیجه خوبی پایان بپذیره و شما هم اقامتت رو بگیری. میخوای همونجا تو سوئد بمونی یا کشور بعدی در به اصطلاح در فکرت هست؟ نه من اگر اینجا با درخواست پناهندگی موافقت کنن همین صورت میمونم. خیلی ممنون. برای شما بهترین ها را آرزو میکنیم، امیدواریم که این به اصطلاح نتیجه قبولی بیاد، ما رو هم خبر بدیم، ما خوشحال میشیم وقتی که مرسی. ممنون مثل شما به دلایل
شما باید آزاد باشی، هر دینی، هر مرامی، هر مذهبی که میخوای داشته باشی، و به نظر من باید آزاد باشی هر جای دنیا میخوای زندگی کنی. متاسفانه بعض وقتا این کشورها به خاطر منافعی که دارن بین خودشون و ایران میان یه مقداری زندگی و سرنوشت شماها رو به دردسر و مخمصه میندازن. امیدوارم همه چیز به خوبی تموم بشه و حتما یادت باشه مامان تماس بگیر و خبر قبولیت رو به ما بده. خیلی خوشحالم که باهات صحبت کردم و مواظب خودت باش و تا اونجایی هم که میتونی به دیگرانم کمک کن، راهنمایی کن. چشم حتما، مرسی که وقتتون رو در اختیارم گذاشتید. خدا نگهدار، به امید دیدار. دوستان عزیز، با آقای مجید برهانی کیا بودیم. صفحه فیسبوک ایشون رو هم نشون دادم، اگر شما میخواین که تماس بگیرید میتونید باشون تماس بگیرید. اگر راهنمایی چیزی شما در سوئد بودید مثلا، یا شرایط اونجا رو میدونید برای این افراد، الان ایشون میگه تقریبا داره میشه 3 سال، ولی بعض وقتا یه راهنمایی خیلی کوچولو ممکنه زندگی یه نفر رو تغییر بده، عوض کنه. و من این کاری که انجام میدم برای اینه که خود من تو این شرایط بودم و این هر روز میدونم که وقتی میره نامه ها رو چک میکنه، منتظره که ببینه مصاحبهش کیه. تازه حالا از موقعی که نامه میاد که فلان روز مصاحبه داری، درد سرش و تپش قلبش و اینا بیشتر میشه تا اون روزی که مصاحبه انجام بشه، که امیدواریم با خوبی باشه. و اینها میگم خیلی از دوستان میگن که یه سریش تقصیر اونایی که وقتی پاسپورت میگیرن بلند میشن میرن ایران، بعد دولت سوئد میگه خب شماها اگر به اصطلاح پناهنده بودید چرا الان با این آزادی میرید و میاین. و اینها برای افرادی که واقعا مشکل دارن کار اینها رو خراب میکنن، اینها رو به درد سر میندازن. در صورت امیدواریم که هر کی هر جایی هست راضی و خوشحال باشه و هر کسی هر جایی میخواد بمونه بتونه با طیب خاطر، آسایش خاطر بمونه. و اما اون مردی که حامله شد، بذارید من اینجا ببینم میتونم تصویری پیدا کنم نشونه آقای من who was pregnant. بله، ویدیوهای زیادی هست. تماس بیاتی what really happened. این صفحه شما آقای مشیری روی گوگل تایپ کنید مرد حامله، اون وقت شما میبینید. من الان اینجا ببینید چی نوشتم، نوشتم مردی که حامله بود، و الان شما اینجا میتونی ببینی لینک های مختلف، ویدیوهای مختلف، و اینا بعضی هاشون حتی یه سری هم پولدار میشن به خاطری که مثلا اینجا حتی بچه دنیا آوردنشو داره نشون میده. The world first pregnant man، اولین مرد حامله دنیا. ویدیو هم اینجا، این ویدیو ها رو میفروشن به مجله ها، به وبسایت ها. باز اینجا عکسشو گذاشته که نه این مسخره است، ولی اون یکی این مصاحبه هم باش کردن، فیلم های مختلفی هم هست و میتونید ببینید. بذارید من اینو، بله بله، این آقاییه که قبلا خانم بوده بعد آقا شده تو همین. حالا من نمیدونم چه عجله‌ای داشته، نمیتونسته صبر کنه بچه دنیا بیاد بعدن مرد بشه، یا این کاری که انجام داده تأثیری. این هم مرد حامله برای آقای مشیری. خب آقای مشیری ببینم دیگه تو پیغامت چی گفتی. این وایس میل رو من پای تلویزیون میبینم با لهجه شیرازیتون یاد وطن میافتم. ولی آقای مشیری خودمونی، خدا وکیلی، از یه شیرازی به یه شیرازی، من باور نمیکنم شما فقط برنامه منو ببینید. اتفاقا این بدترین نوعه. و دیدید الان طرف این یکی نتفلیکس میگیره، گفت تا سال آینده 2/3 از مردم از طریق یوتیوب تلویزیون تماشا میکنن. و تلویزیون اینجوری که من و شما یاد گرفتیم که از
سیگنال از هوا بیاد یا بعدن از کیبل بیاد، بعد ما بشینیم تا جمعه شب یا سه شنبه شب آقای پرویز کاردان بیاد مراد برقی برای اون اجرا کنه، دیگه تموم شد. قمر خانم ساعت فلان بیاد، تموم شد. الان شما هستی که تا میای خونه میگی من میخوام برنامه سوربی رو نگاه کنم فلان ساعت، سوربی برنامه‌اشو میذاره اونجا، شما میری برمی‌داری نگاه می‌کنی. چرا میگم این بده که شما برنامه من نگاه کنید؟ قاعدتا من با تو دلم خوشحال باشم که چقدر خوبه شما فقط منو نگاه کنید. اینجوری باشه شما خودتو محدود کردی فقط به طرز فکر من. من چیزی میگم که شما خوشت میاد، شما خوشت میاد، that's it. باید اونایی که بدت میاد ازشون، فکر میکنی دروغ میگن، فکر کنی چیزی خلاف میگن، اونا رو نگاه کنی. اونا هستن که شما رو به تحقیق میندازن. بلا منی که میگم شما خوشت میاد که خبری نیست. بذارید بریم بستون بزرگ و زیبا و ببینیم آقای مرتضوی امروز چی داره برای ما و چه میگوید. دوستان اون ماجرایی که این دوست ما تلفنش وقتی زنگ زد تق 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 میکرد، من این تلفنم متوجه شدم وقتی میارم نزدیک این بلنگوی اینجا، نمیدونم حالا اون موقع سیگنال یکی داره میفرسه یکی داره میگیره، هی شروع میکنه تق 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 مثل موتور گازی بود وقتی آیدل بود صدا میداد. اینا رو خود شما هستید که باید آزمایش کنید، یاد بگیرید و در چه موقعی این صدا میده. اینه که من الان دیگه یه چیز دیگه گذاشتم اون دور، وقتی این تلفنم رو میخوام توی چارج بزنم میذارمش اونجا روی بالشتکی هست که اگرم کسی زنگ زد و اینها صداش منو اذیت نکنه. بریم به باستون ببینیم آقای مرتضوی درباره جان مکین، کسی که بعضیا میگن این وقتی اسیر شده بود یه ویدیوی درست کرد و فرستاد که نباید این کارو میکرد، چون گفته بود که آمریکا بی خود به ویتنام حمله کرده. بعضیا میگن که آقای مکین انقدر آدم خوبی بوده وقتی که ویتنامی ها بهش گفتن چون بابای تو یکی از گردن کلفتای ارتشی بوده و اینها، ما میذاریم شما بریم، گفته من نمیرم تا تمام اون کسایی هم که با من تو این زندان هستن اونجا آزاد بشن. 5.5 سال اسیر ویتنامیا بوده، من هیچ چیزی ندارم که از ایشون بدم بیا، فقط به خاطر 2-3 مسئله‌ای که این سالهای آخر عمرش انجام داد. یکی رفت سوریه یه سری اسلحه داد به یه افرادی که فکر میکرد اینا آزادی خواهند و میخوان این اسلحه ها رو بر علیه بشار اسد استفاده کنند، که یه دفعه معلوم شد اونا آیسیس بودن و اسلحه ها رو بله ممکنه برخلاف بشار اسد هم استفاده کردن، ولی برخلاف مردم هم بر علیه مردم هم استفاده کردن. یکی دیگرش این بود که با مجاهدین میپرید، یعنی حالا یا برای پول یا هر عقیده‌ای که داشت. خب اینا میشه دخالت در کشورهای دیگه. آمریکا در 100 سال گذشته چندین بار دخالت‌های بزرگ در کشورهای دیگه کرده، کودتاهای بزرگ انجام داده، ضررش رو هم دیده، ولی باز دست بردار نیست. یه روز یه سناتور میاد دخالت میکنه، یه روز یه نماینده مجلس میاد دخالت میکنه، یه روز CIA مستقیما دخالت میکنه، یه روز FBI دخالت میکنه، یه روز رئیس جمهورشون به اون میگه خب این که آقا نشد که. و از این ماجرا ببینیم که آقای جلیل مرتضوی کجاست و چرا جواب نمیده. آقای جلیل مرتضوی، من فکر نمی‌کنم یه دونه بیشتر از ایشون چیز داشته باشم اسکایپ چاد امیزن گرو میگه بله دفعه قبلا با همین باهاشون صحبت کردم 47 دقیقه و 56 ثانیه شاید یادش رفته که امروز دوشنبه است. آقای مرتضوی اگر این یکی رو جواب ندی میذارم سومی شما از اون ور به من زنگ بزنی. لابد نیستی رفتی تو خیابون گفتی میرسم نرسیدی. بستون شهر بزرگ و شلوغه ولی خیلی قشنگه، شهر خیلی قشنگه. این همون جایی که جنبش ما تو ایران جنبش تنباکو و چایی و اینا داشتیم، اینا هم داشتن. اینا چایی ها رو میریزن توی همون رودخونه ای که اون بغل هست و اینها، و وقتی با هواپیما میری بشینی خود خلبانی هم که شما رو داره میبره براتون تعریف میکنه که این همون جاییه که جنبش چای به اصطلاح بوده.
خب منتظر آقای جلیل مرتضوی خواهیم بود، ولی اجازه بدید تا من تصاویر خودم رو بدم به این برنامه ها. وقت گذاشته بودمش برای آقای مرتضوی و گذاشته بودم برای آقای برهانی. واقعا یک آقایی هم بود توی شیراز به نام برهانی، ایشون چیز داشت، وسایل پیکان و اینا میفروخت تو خیابون نادر، آدم بسیار خوبی هم بود و اگه یه وقت کمک میخواستی کمک میکرد، از اینایی نبود که همش پول پول و پول باشه. بله آقای مرتضوی اومد، ما همه اینا رو که عوض کردیم، آقای مرتضوی آمد. خب دوستان عزیز، میبرمتون باستون بزرگ با آقای جلیل مرتضوی هستیم. آقا قبلا تماس گرفتم حاضر نبودید، کجا رفته بودید؟ آقای سوزی اجازه بدید که خدمت شما و دوستان بسیار خوب در سراسر دنیا که به هر طریق ما رو میبینن و صدای ما رو میشنون سلام کنم. امیدوارم حال همه خوب باشه. آقای سوزی، یکی دو روز نمیدونم خبر داری یا نه، اسکایپ دوباره اومده آپدیت کرده. بعد ما به اون یکی اسکایپ زنگ میزدید، من به این یکی اسکایپ، بعد قاطی پاتی کرده بودم حسابی. یادت چند روز پیشا میگفتی که اون موقع که من تو تلویزیون بودم حسابی ویدیو پخش میکردم فلان اینا؟ نه خود من این کارو نمی کردم، اون موقع پردوسر داشتم. چه بود الان از این خبرها نیستش؟ البته الان شما... خیلی وسائل آسون شده، شما میتونی این کارها رو انجام بدی. البته خود من باز میدونم افرادی مثل شما، خود ما اون موقع که مینشستیم میگفتیم مثلا داریوش اونو بذار، داریوش اونو بذار، یا خسرو اونو بذار، خسرو اونو وردار، بعد یه مدتی دیگه تنبل شده بودیم. هرچی شما خودت این کارها رو انجام ندی، هی بدتر بدتر به قول آمریکایی‌ها راستد میشه. میدونم شما از لحاظ به اصطلاح کار کردن اینها محدودیت‌هایی داری، ما هم هیچ فشاری به شما نمیاریم تا شما با خودت هر جوری که راحت تری. من ساکت میشم میکروفون. بله این اسکایپ متاسفانه از وقتی که از اون شرکت آلمانی فیس چیز خریدش، بگید این مایکروسافت خریدش، اینجوری شده هر وقت که آپدیت میکنه یه ورژن جدید میذاره رو کامپیوترتون، بعد شما دوتا داری. در صورتی که خب وقتی جدید میاد اون وقتا میگفتن نو که اومد به بازار کهنه میشه به دلازار، یعنی کهنه رو باید بزنه بره. این کار رو نمیکنه و من اینجا دیدم که من اینجا با شما هفته قبل 47 دقیقه صحبت کردم. من ساکت میشم، حالا که شما رو گیر آوردیم باید استفاده کنیم، حتی سوء استفاده کنیم و از شما یاد بگیریم. اولین موضوع سوال منه، نظر شما راجع به جان مکین چی هست؟ بفرمایید. ببین در مورد جان مکین، حرفای زیادی گفته شده و اینگاهی که مثلا حالا بعد از مرگ جان مکین تمام را تلویزیون ها از ایشون چوری صحبت میکنن که اصلا ایشون دیگه یک قدوس بوده، مقدس بوده. جان مکین همه میدونن یک محافظه کار به قول این وریا هات، یعنی همون نیوکان ها، طرفدار جنگ بود و در حقیقت نمایندگی شرکت های اسلحه بود، شرکت های نفتی رو داشت انجام میداد. و جان مکین هم که شما گفتید اون موقع هم که میخواسته کاندیدا شده بود برای ریاست جمهوری، در اون صحبتی که میگفت با ایران میخواید چیکار کنی، باید میگفت بمب با ایران و بمباران کنیم. جان مکین از یک همچون بکرانی میاد. دیدید که پرزیدنت ترامپ که از ایشون زیاد خوشش نیومده بود، با هم یه جنگی هم داشتن تو مدت ها، حتی دیدیم که در فوتش چون خیلی اومدن از جان مکین به عنوان قهرمان جنگ در ویتنام اینجوری شده بود فلان، ایشون واقعا یک وطن پرست بود و همه اینا، ولی ایشون فقط یک تسلیت همدردی با خانوادهش کرد، بنابراین حتی حاضر نشد. خیلی هم از آقای ترامپ انتقاد کردن که بابا اینشون دیگه فوت کرده رفته، شما میتونیستی یک کمی مثلا زبان به حال کسی که فوت میکنه، چون در امریکا رسمه هر موقع یکی از این بزرگان فوت میکنن همه از او به نیکی یاد میکنن و از چیزه. مثلا یکی از چیزهایی که در تمام راکتویزن ازش صحبت شده که ایشون وقتی به هواپیماش
میزنن میندازن در جنگ ویتنام میفته اونجا دستگیر میشه که بعدا میفهمن که این پسر به حساب یکی از فرمانده های معروف، بنابراین گفتن چون پسر اون هستی ما میخوایم شما رو آزاد کن، و ایشون میگه که نه من نمیخوام آزاد بشم مگه اینکه همه آزاد بشن. در صورتی که این یه مقدار سوال برانگیزه، چون شما که اسیر هستید زخمی هم شده بودید و وقت در یه همچین شرایطی اونا بخوان شما رو آزاد کنن که نمیان به حرف شما گوش کنن، دست و پاتو میبندن میدن به چیز، به یکی از این نهادهای بین المللی. حالا نمیدونم که این داستان از کجا شروع شده بود، ولی به طور کلی از نظر این که برای کشورش خوب کار کرد، طرفداری از شرکت‌های نفتی و شرکت‌های اسلحه‌سازی، جان مکین واقعا خوبی برای اونا کار کرد و به طور کلی طرفدار جنگ هم بود. هر جا می‌دید مثلا جان مکین رو می‌بینید عکس‌هاش رو در مجاهدین خلق و مریم رجبی و اونجور چیزا. بنابراین از نظر این که برای مردم ما، یعنی اینا که همیشه میگن که اینا میخوان از مردم ایران دفاع کنند و چون دچار بی‌عدالتی و ظلم و ستم حکومت اسلامی قرار گرفتن، ولی با کارهایی که اینا میکنن اصلا از اون ظلم و ستم و بدبختی کاسته نمیشه، تازه بدتر هم میشه. شما وقتی تحریم میکنید، تحریم اولین در تمام کشورها اینجوری دیگه، میگن تحریم اولین چیز آسیبی که میرسونه به مردم عادیه، چون با رهبران اون کشور که همه چی دارن، تحریم برای اونا معنی نداره از نظر زندگی روزمره. بنابراین این از نظر من که جان مکین حالا چی بوده چی نبوده، خب برای کشور ما خوب نبود، ولی برای کشور خودش که اینا این همه ازش تعریف میکنن حتما خوب بوده. ولی من زیاد جان مکین را زمانی که زنده بود و صحبتهایی میکرد با خیلی از صحبتهاییشون موافق نبودم، ولی چون حالا که فوت کرده من نمیخوام بر علیه صحبت کنم، چون هرگز جان مکین رو من ندیدم، ولی خب بسیاری از دوستای ایرانی از جمله رضا پهلوی اینا که با هم ملاقات کردن، یا اون پسر جوالله که همیشه میگفت جان مکین، من اینو گفت جان مکین منظورم فخرآور، اونا باید تعریف کنن. آقای سردی، آقا گفتی فخرآور، این ماجرای سید حسین محمد یا محمد حسینی و آقای اوسانلو، و این که از یه طرف آقای اوسانلو میگه اف بی آی به من گفته صحبت نکن، بعد توضیح میده که اتفاقا الان هم دنبال فخرآورن. شما به اصطلاح نگاه کردی به این خبر یا اصلا بی ارزش دونستی و گفتی که یکی از چیزایی که خیلی در موردش صحبت شد، بیشتر رسانه‌های فارسی زبان رو دارم میگم، تمام خبرهایی که در مورد این حسینی که من هرگز یک بارم برنامه‌شون رو ندیدم، شنیدم این برانبر رو ولی هرگز ندیدم، چون اینقدر فانی نبود، یه تکه هایی از این برانبر بعد موقع تو رسانه های همینجوری پخش میکردن. ببین یه تنها اطلاعاتی که ما داریم، اطلاعاتی که همه بهش تقریبا اشاره میکنن، از همین توییتر آقای اوسانلو اومده، جای دیگه من ندیدم که بگن این آقا دستگیر شد فلان شد مثلا. ولی آقای اوسانلو بود که این خبر رو انتشار داد. با آقای اوسانلو به هر حال، چون با توجه به این که رئیس اتحادیه کارگری همین شرکت واحد در تهران اینا بوده، خب آقای اوسانلو رو من میشناسم، یه بارم باش مصاحبه کردم، ولی توییتر ایشون داره اینو میگه، من جای دیگه ندیدم حقیقت شده. آقای مرتضوی خیلی جالبه، اولا این که شما این دلغک رو به اصطلاح فانی نمیبینید، من فکر میکردم یه چیزی با من رانگه یا من جوکای جدید ایران رو بلد نیستم و اینا، این مدکه رو اصلا چندشاور میدیدم وقتی برنامه اجرا میکنه. بعد اینی که شما میگید، منم با آقای اوسانلو چندین بار صحبت کردم، چند بارم نصیحتش کردم راجع به تلویزیونایی که رفته بود و اینها، بهش گفتم خیلی دل به اینا خوش نکنه اینها. این که شما میگید این خبر فقط از طریق اوسانلو پخش شده، زدید شما دوباره به هدف. اولا آقای اوسانلو آمده یه نواری رو که یه نفر باهاشون تماس گرفته به نام ارسلان و تهدید کرده، اونو ضبط کرده که ادعا میکنه ارسلان
شعبون بیمخ به اصطلاح حسینیه و حسینی گفته هر کی با ما نیست برید بزنید و اینها. البته حسینی دیوانه تو برنامهاش گفته بود که دیگه همه باید بیان زیر قدرت من چون به من دولت پول داده تا برم. من نمیدونم کدام دیوانه ای میاد بگه که به من پول دادن اینها. و بعضیا بعد از اینکه این دوتا نوار چاپ جان منظورش کدوم دولت بهم پول داده؟ اینم یکی از سوالا بود چون هیوین گفت به ما پول دادن. اینجوری که صحبت میکرد چون یه مدت اینجا با فخرآور میپرید حتی 8 ماه تو خونه فخرآور زندگی میکرد اینا، منظورش این بود دولت آمریکا، چون یکی دو بار رفته بود تو کنگره و بعضیا که ایران نشستن فکر میکنن کنگره رفتن اینجا خیلی مشکله. شما تاکسی سوار شو برو تام کنگره وایس تو صف میری داخل، همینجوری که نشستی اینا میان میرن 600 نفرن دیگه، میاد مجلسش و سنا و اینا همش یه جاست. زول برو کنار خیابون وایس سوسیس بخور 2 دلار این کامیونا که بعضی هاشم کثیفه، من اصلا جرئت نمیکنم ازش، ولی میبینی اون نماینده مجلسم میاد اونجا سوسیس میخور. ولی اینا وقتی میان با آب و تاب برای ایرانی ها صحبت میکنن که من امروز رفت بودم مجلس، یه آقایی داشتیم بنده خدا آقای محمد تقی صالحی مصلحی، اینم میگه من امروز در راه اتفاقا خوب شد که اسم نام بردی، بگو حالا این داستانی هست. میگفت امروز من در راه روهای مجلس بودم، میخواستم بگم خب برای که تو اتاقا راه نمیدن همش تو راه رو باید بچرخی. این افتخار نیست من در راه روهای مجلس بودم. بله این مسئله رو اونایی که یک کمی مثل من و شما دقت کردن دارن میگن که مثل که آقای اوسانلو در چند مدت گذشته یه مقداری از توجه به اصطلاح مورد توجه نبوده، به این وسایل میخواد توجه جلب کنه. من حتی برایشون روی اسکایپ نوشتم اگه میخوای صحبت کنیم، برای من نوشت که اف بی آی به من گفته فعلا صحبت نکنم و اینها. بعد آقای عزیزان تماس تلفنی داشته، یه مقاله هم نوشته، با همه صحبت میکنه با همه میگه، ولی از اون برم میگه به من گفتن همون چیزی که اون روز صحبت میکردیم، گگ اوردر و در موردش صحبت نکن. بفرمایید شما راجع به آقای مصلحی چه سوالی؟ ببین آقای اوسانلو نسبت به این هایی که الان نام بردی به نظر من خیلی جدی‌تره. خب بله. یه آدمی هستش که میدونید دارای یه فکریه، ما فکراشو میدونیم، مبارزش هم میدونیم اینها، ولی یه مقدار خام بودنش بر سر اینه که اگر FBI به شما گفته در امریکا که آقا شما فعلا در مورد این چیز حرف نزنید، که اصلا جواب هیچکی رو نمیدی، چون قوانین اینجوریه دیگه، اگر به شما میگن آقا حرف نزن دیگه شما نمیان بگید آقا FBI من گفته حرف نزن. آفرین، بازم شما زدی به هدف. شما نمیای بگی که ممکنه تا 3-4 ماه دیگه فخرآورم بگیرن. خب اگه اینجوری باشه بعد FBI میاد عقد میگیره میگه آقا ما دنبال این بودیم، تو اینو گفتی، این دیگه کاراشو انجام نداد یا در رفت یا فرار کرد. بله، دلیل اینی هم که شما میگید این از اونای دیگه بهتره برای که توی جمع این افعی ها اگه شما نگاه کنید ایشون هنوز افعی نشده. در صورت امیدواریم حالش خوب بشه، چون من میبینم رو تخت بیمارستان بنده خدا میکروفون به گوشش آویزون و نمیدونم گوشی و عینک و اینا. آقا وقتی شما تو بیمارستان هستی باید اونجا استراحت کنی تا این دکتر مکترا برسن و درست کنن بفرستن بیرون. خیلی ممنون که درباره مکین نظرتو گفتی، فکر کنم نظرمون نزدیکه. من ساکت میشم درباره موضوعاتی که به نظر شما اشاره کرد آقای سربتین کنگره و خوب شد که گفتی. من سالی یه بار کنگره میدم و عضو یک سازمانی هستم، یه سازمانی هستش که مال افراد نابینا و کمبینا هستن، بهش میگن National Federation of the Blind. این یه سازمان سرطان امریکا است. ما سالی یه بار میریم اونجا برای لابیگری در مورد بعضی از این لایه هایی که میخواییم برای مثلا افراد نابینا مفیده لابی کنیم و اون تصویب بشه. خب قبلا تماس میگیدیم به وسیله نماینده های خودمون، مثلا مال من جوزف کندی به اضافه 2 تا سناتور کریال داره. شما میری واشنگتن هتل میگیرید، بعد میری اونجا کنگره، به قول شما اصلا کسی از شما نمیپرسه آقا امروز واسه چی اومد اینجا. از همونجا که وارد میشی میری سراغ اون کسی که باهاش قرار داری اگه بذارنت اونجا. اتفاقا شما حتی میری اونجا کافتریای خود کنگره
میشین اونجا نهار میخوری، همین افرادی سناتور فلان که میان اونا مثل بقیه آدم ها نهارشون میخورن فلان، تو میری ملاقات میکنی، از این خبرها نیستش آقا من رفتم کنگره. شما تنها جایی که هستش میتونی با نماینده ملاقات داشته باشی که قبلا وقت بگیری، چون همیشه که نمیتونی. ولی تو کنگره همینطوری که آقای مصلحی میگه که در سالن کنگره مسئول قدم زدن بودم، چون چاره ای نیست. شما بارها شده که مثلا موقع که رفتیم به دیدار موقع مثلا سناتور کری بود یا خانم چیز الیزابت وارن، میگفتن که به سناتور الان ملاقات داره باید صبر کنیم، ما همینجوری اونجا علاق بودیم تا تموم بشه تا با ما ملاقات کنه. ملاقاتش با ما ممکنه 10 دقیقه 20 دقیقه هر چی که باشه، در مورد اون مسائلی که میخواستیم صحبت کنه میگیم، بعد حالا اون بعدن تصمیم میگیره که آیا برابر گفته ما رأی میده یا نمیده. ما بالاخره سعی میکنیم که اونا بگیم. همین آقای مصلحی که شما اشاره کردید، ایشون خیلی واردتر از این فخرآور بود. حالا جالبی که فخرآور که ادعا میکنه که استاد دانشگاه فلان، در همین چند سال اخیر، من 2-3 سال پیش، همین آقای مصلحی اگر با شما تماس بگیره ازش بپرس، بگو آقا شما یه عالم کاغذ برای این ترجمه کرده بود. حالا کاغذ چی بوده؟ از انگلیسی به فارسی، که این آقای فخرآور بدونه. بعد ایشون قول داده بود پول بده، نداده بود. این در به در دنبال پولش بود. از آقای مصلحی بپرسید که ایشون مصلحی که باید اینو حتما بدونه. با یه خانم امریکایی هم در تماس بودم اون موقع که چند نفر با هم کار میکردن که میخواستن حکومت رو عوض کنن فلان اینا، این آقای مصلحی مترجم این آقا بود که کاغذ براش ترجمه کرد. حالا شما بگو آقای سوربی، این آقای استاد دانشگاه چی نیازی داشت که آقای مصلحی رو استخدام کنه، ترجمه کنه و پولش هم نده؟ حالا بعضی وقتا میگیم مثلا از لحاظ وقت وقتش بیشتر ارزش داشته باشه، ولی این نکته ای که گفتید، اتفاقا آقای مصلحی از لحاظ وضعیت مالی و اینا، چون خودش تو تلویزیون هم میگه، من میگم اگه نگفته بود من نمیگفتم، خیلی هم وضع مالی و اینهاش به اصطلاح خرابه. و آقای فخرآور، شما که پوز میدی با بنز و با اسلحه عکس میگیری اینها، پول مردم رو بده، اگه برات کار کردن پول کارگر رو بده. حالا کارگر منظور این نیست که بیل زده باشه، همونم که ترجمه کرده پول قلم زده. بله، در رابطه با این مجلس و اینا چیزی که گفتید، در حقیقت همه مردم میتونن لابی خودشون باشن. مثلا شماها که میرید اونجا، این گروهی که میرید برای نابینایان و کمبینایان، شما لابی هستید که آقا بودجه رو اینجوری کن یا فلان. و این اوپن بودن سیستم آمریکان که متاسفانه هر روزی که این ترور و این چیزا هی زیادتر شد، این گیر و بندا بیشتر شد و کمتر و کمتر شد، ولی هنوزم میتونیم بگیم بازترین سیستم دنیا رو اینجا داریم. بازم از شما ممنونم. بگید ببینیم دوشنبه آمریکا چه خبره آقای مرتضوی؟ ببین، بیشترین صحبت ها در همین رسانه ها در رابطه با مسائلی که آقای ترامپ گیر کرده، ولی جالبه که طرفدارای آقای ترامپ اصلا اهمیت نمیدن که آقای ترامپ توسط نزدیکترین اشخاص با اینا کار کرده، اومده اعتراف کرده که آقا اونا مسئولیت رو گرفتن و گفتن که ما هر چی بخواید در اختیارتون میذاریم، که فعلا آقای مولر سرگرم بررسی و تحقیق در این هستش که آیا کاری که آقای ترامپ کرده نسبت به قانون اساسی و قوانین انتخابات قانون شکنی بوده یا نه. اون در درجه اول کارشه، حالا بعدن کارهایی دیگه کرده فلان اینا، اون یه بحث دیگریه. چون میدونه که هم وکیلش به هر حال به قول آقای ترامپ فلیپ کرده، اومده گفت ما همه چی در اختیار میذاریم، رئیس اون صاحب اون شرکت معروف که نشنال اینکوایرر رو بیرون میده، دوستایی که در اون برای آب هستن، یه نشریه‌ای در امریکا هستش که از قدیم میگفتن که این نشریه بساب زرده، یعنی چیزایی اونجا نوشته میشه که معمولا نشریه معمولی نمی نویسه، چون بسیار از خبراشون جنجالیه، بعضی خبراشون اصلا دروغه، ولی بعضی هاشون نسبت به افشاگری در بعضی افراد بارها ثابت شده. چون مثلا جسی جکسون رهبر سیاه‌پوستا وقتی با اون خانمه
حوله های میبودی هم آغوش شده بود و از اون بچه دار شده بود. این نشنال اینکوایر این افشا کرد. از اون موقع تا حال میدونی که جسی جکسون دیگه از تمام اون چیزهایی که به عنوان رهبر سیاها میشناختن دیگه ترزش از دست داد. این نشنال اینکوایر رئیسش میاد با همین خانمه که با آقای ترامپ کابیده بود، خانم مکدوگول، البته خانم مکدوگول که مال پلی‌بوی بود، این فرق میکنه با این فاحشه استورمی دانیال، چون اون میگفتش که من فکر کردم که آقای ترامپ واقعا عاشق من شده، چون میگو از من خوشش میاد فلان و از این حرفا. یعنی اون احساس میکرد که یه رابطه احساسی و عشقی وجود داره خانم مکدوگول تو مصاحبهاش بوده. ولی جالبه که خانم مکدوگول هم باید خیلی از اون دخترهایی باشه که اینقدر حواسش پرت بوده. میگه آقا مردی که زن داره بچه داره 60 سالش اون موقع با این خانم 27-28 ساله چه عشقی میتونه برقرار بشه، این چه زندگی. به هر حال اونا اومدن گفتن داستان شما خیلی عالیه، 150,000 دلار میدن داستانشون باش مصاحبه میکنن امضا میگیرن که آقا با هیچ کی دیگه نمیتونید. این فکر کرده که فقط میخواد اینا چاپ کنه، هیچ کی دیگه حق نداره. اینا گرفتن، بعد این هی منتظر بود چرا چاپ نمیکنید. گفت خانم شما پول تو گرفتی یا نه؟ گفت آره. امضا هم که داد دیگه به شما مربوط نیست که کی چاپ میکنید. بعدم فهمید که ای بابا صاحب این نشریه از دوستای نزدیک ترامپه و اون آقای ترامپ رو، یعنی رفته بودم بالاخره آقای ترامپ پول رو داده بود. ترامپ میگه اصلا من هیچ ارتباطی با این موضوع ندارم. اول بعدن چیز شد، آقای جولیانی از یاران وفادار مجاهدین خلق اومد گفتش که نه آقای ترامپ میدونست، ولی برای اینکه خانوادهش رو پروتکت کنه، خانوادهش رو یک کمی حفظ کنه، به این خاطر دست به این کار زده بود. همه گفت این داده بیداد این جولیانی میستین که حواسش پرته. آقای مرتضوی شما رو نظرت راجع به جولیانی چیه؟ چون خیلی ها میگن این چه وکیلیه که میاد اولا به قول شما حقوق نمیگیره، برای این همینجوری دوستان رفیق کار میکنه، بعد میگن این چه وکیلیه که با حرفاش اینو بیشتر به درد سر میندازه. البته از اون ور یه تئوری هست که میگن که این میاد چیزایی رو که میگه مردم رو آماده میکنه که بعد وقتی ترامپ میگه دیگه مردم نام شدن، بی‌حس شدن، قبولش براشون خیلی آسونه. نظرتون در این دو مورد دقیقا همینطوره. ببین این جولیانی با دو کارت بازی میکنه، یکی این که میاد میگه که بسه این نظر منه ها، آقای ترامپ اینو نگفته، ولی در حقیقت اونجوری برای اینکه یه مقدار ترامپ رو حفظ کنه اون داستانا رو میگه. بخش دوم هستش که آره این داره آماده میکنه اگر روزی روزگاری همه چی به هم ریخت، این میتونه آقای ترامپ میتونه بگه خب وکیلم که اینا رو به شما گفته بود چیز تازه‌ای نیست، این برای مردم عادیه. چون مردم عادی که برای آقای ترامپ رأی دادن آمارها نشون میده که اونها آقای سوربی تغییر آنچنانی در فکرشون نیست. یعنی اونا میگن که این در حقیقت آقای ترامپ کاری کرده که اونها نمیتونستن، حالا اینا نمیتونن تحمل کنن. در بعضی جاها میگفتن که این آقای جولیانی واقعا به نظر میرسه که مثل وکیل دولتی میمونه، یعنی زیاد حالیش نیست حرفایی که میزنه که مرحله ترامپ. ولی آقای ترامپ در یکی دو موردش پرسیدن گفت جولیانی بابا جولیانی دیگه، نمیشه جلوی جولیانی رو گرفت. یعنی منظورش اینه که با هم هماهنگ دارن و ضمناً جولیانی هم اینجا مطرح میشه دیگه، چون جولیانی تا قبل از آقای ترامپ جایی مطرح نبود. که جالبه که خدمتتون بگم همین جولیانی و یارانش وکیل آقای زراب هم در دفتر ایشونه. رضا زراب از اون چه خبر؟ آقای زراب فعلا محکوم شده و دارن روی بعضی از حرفایی و پرونده‌ای که داره برای اینکه یه مقدار مقامات ترک رو محکوم بکنن فعلا نگرش داشتن. اونم مثل که گفته بود اگه بهش به اصطلاح امنیتی بدن اینا کار میکنه با اینا، یه چیزی اینجوری خوند. اتفاقا دادن، ببین امنیتی رو داده بودن ولی نه تمام کمال. چون امنیتی رو داده بودن که اومد بر علیه اون رئیس بانک ترکیه حرف زد که ایشون محکوم شده الان زندانه. واسه همین آقای اردوغان میگه که اگر میخواید این کشیشو آزاد کنیم فکر کنم روی اون دارن معامله میکنن که شما باید اونایی که اونجا هستن تو زندان به ما بدید. اول صحبت از
فتح‌الله گولان بودید که نه فتح‌الله گولان رو به هیچ وجه امریکا نمیده، ولی حالا میخواد که همین جریان این ترکه که رئیس بانک رو در زندانه میخوان اینو از این طریق آزاد کنن. معامله بر سر اینه فعلا. بسیار ممنونم آقای مرتضوی. ما قرار ساعت 3:30 با آقای احمدعلی مسعود انصاری باشیم و شما اگر صحبتی دارید باید یک کمی خلاصه کنید، من ساکت میشم، شما بفرمایید، ازتون خداحافظی میکنم. بعد حتما یادمون باشه قبل از برنامه دوشنبه این دوتا اسکایپمون رو بیاریم روی صفحه، یه ورژن باشه که مشکلی برای هفته آینده نداشته باشیم. بفرمایید. اتفاقا یکی از چیزایی که خلاصه خدمتتون بگم مهم اینه که از جریان دریای مازندران که یک کمی داریم رد میشیم، چون دیگه دریا از دست ما رفته و دیگه اونجا آبی وجود نخواهد داشت، حالا دیدم که بعضی از این رسانه ها بیشتر آقای میبودی هم بازتاب میداد، میگفتش که آره بی بی سی تغییر واقعا موضع کرده، اصلا هر روز دارن به نفع ایران حرف میزنن. و جالبه که از یکی از برنامه سازهای معروف اونجا کسرا ناجی میگه ایشون اومده علنن گفته که این چه حرفی که میزنن که ما میخواییم کشورمونو پس بگیریم، کشور شما اشغال نیست، ایران دست ایرانی هاست. خلاصه حالا برای این موضوع دارن صحبت میدن، دیگاتشو نمیده. اگه یاد پاشه آقای سرد شما یکی دوبارم با آقای محمد امینی هم مصاحبه کردید، جالبی که خود آقای امینی بارها در این مورد صحبت کردی که من هر جا میدم میگن که آقا کشور ما اشغالی که این برای من خیلی سخته به اینا توضیح میدم که نه آقا کشور ما اشغال نیست، اونایی که در ایران هستن اونا هم جنس ماست، حالا خودرو هستن ما با اونا مشکل داریم از نظر سیاسی اونا رو میشه برمید، ولی آخه اونا اشغال از خارج نیمونه کشور رو بگیرن، اونا هم ایرانی های هستن. حالا اینا میگن که چرا کسرا ناجی این حرف داره، در صورت کسرا ناجی گفته اصلا این حرف درست نیسته که بگیم کشور ما اشغاله. این یکی از موضوعایی که حالا هفته آینده میتونیم خب بیشتر همین چیزای غلط رو میگن. من فکر نمیکنم آقای میبودی با این همه برنامه که تو تلویزیونای مختلف داره وقت داشته باشه بخونه، ویدیو نگاه کنه. مثلا راجع به بی بی سی اون جوونی بود که یه سری میگن اخراجش کردن، فرداد فرهزاد، یه سری میگن خودش استعفا داده و میخواد بره با اون تلویزیون های دیگه ای که راه افتادن چون توی اون بهش سهم میدن. این آقا خیلی قشنگ صحبت میکنه، البته اونم یه چند جا کارش اشکال داره. مثلا میگه ما 10 سال پیش بی بی سی رو متولد کردیم. بی بی سی رو متولد کردیم مثلا یعنی چی؟ اگه میخوایم بگی تلویزیون بی بی سی، اونا که تصمیم تو نیست جوون. من یادمه یه دفعه اینجا یه آگهی استخدام گذاشته بودن، یه نفر به من گفت آقا شما بیا برو. رفتیم برای بی بی سی و وایس اف امریکا، میخواستن اینجا استخدام کنن. آقای مرتضوی یه سری جوونی رو از ایران اینا استخدام میکنن میارن، اون جوونم خوشحال به بعضی هاشون حقوق ایران رو میدن که وقتی میان اینجا اینا 6 نفر 7 نفر باید توی اتاق زندگی کنن. بعد دوستان میبینه طرف اومده با کراوات نشسته جلو دوربین عاشقش میشن و نمیدونن این بدبخت وقتی میخواد بره توالت صبح باید نوبت بگیره، میخواد ریش رو بزنه مثلا باید ساعت 5 بزنه چون ساعت 6 یکی دیگه داره دستشویی رو استفاده میکنه. صحبت های این آقای فرزاد رو گوش کنید، خیلی قشنگ راجع به همین که چرا بی بی سی بیشتر مصاحبهاش اصلاح طلبها رو میاره. میگه آقا مجاهده که نمیاد، شاه اللهیه که نمیاد، تنها کسایی که میان این اصلاح طلبا هستن. تازه حالا خود این اصلاح طلبا هم وقتی ما باشون صحبت میکنیم بعضی هاشون شما میگین اینا نوکر آخوندن فلان اینها و به این خاطر شما ما رو میچسبونیم به آخوند. بعد خیلی ها یادشون نیست که سیستم بی بی سی عوض شد، اون سیستمی که حقوقشون رو از وزارت امور خارجه بگیرن دیگه نیست. اینو از اون شما هم دارین حتما توی بوستون این پابلیک اکسس، وقتی شما کیبل دارین و اینها از هر خونه $1 میره اونجا. مثلا خود من برنامه هم با پابلیک اکسس شروع کردم و بی بی سی الان پابلیک اکسسه که داره بهشون حقوق میده، یعنی تو انگلستان و تو اروپا و اینها شما میدونید یه کانال که دارید باید مایی $12 $20 یورو چیز پوند بدید، از اون پول میدن به اینا که اتفاقا ممکنه به زودی سرصدای مردم بالا بیاد که من چرا بیام برنامه بذارم برنامه فارسی برای جایی که نمیشناسم اینا. ولی وقتی شما میگید آقای میبودی واقعا شرم‌آوره. من بارها گفتم آقای میبودی شما اگه یک کم
وجدان کاری داشتید، موقعی که آمدید تو تلویزیون گفتید اگه احمدی نژاد انتخاب بشه من میرم دنبال کار زندگیم، واقعا باید میرفتی. اون آقای چیز هست، یهودیه، پولت میده، خونت میده، میرفتی دنبال کار، میرفتی پشت دوربین، میرفتی تهیه کننده میشدی. ولی اینا ندارن. آقا کسی که میشینه که اشرف بهش ساعت بده، کسی که افتخارش اینه، داریم دیگه، این آقای سیاوشی کیه، افتخارشون اینه که یه دفعه در رکاب شاه بودن. من یکی داشتم افتخارش این بود که شاه یه روز چارپایه نبود با پوتین بره، این دلا شده پشت پاش گذاشته رو پشت این رفته رو اسب. گفتم خاک تو سر اون اسب سواری که احتیاج داشته باشه به کسی که روس. ولی اینا هستن دیگه متاسفانه، و میکروفون های بزرگم دست ایناست. خیلی خوشحالم راجع به این برنامه گفتید دوستان. اینا بعضیاشون از من و شما ایرانی ترن، برای که ذات ایرانی رو میشناختن، قشنگ رفتن مطالعه کردن. از سال 42 وقتی اون مشکل پیش اومد، اولا قبل از 42 اینا مشکل داشتن با شاه، وقتی اون تبعید و اینا پیش اومد رفتن دوره های نظامی دیدن، خوندن روش جنبش های مردمی و اینها، پایگاه های مردمی، بهترین پایگاه رو مسجد ها داشتن و یک دفعه با هم همه رو استفاده کردن. ولی الان میبینیم این میاد آخرین پارسال بود، کی بود آخرین سفیر کانادا در ایران زمان شاه، یه مقاله نوشته بود در تورنتو گلوب اند میل، روزنامه خیلی معروف در کانادا. اون گفتش که من وقتی با سفیر امریکا اون موقع ملاقات کردم، چون میگم من هفته یه روز میرفتم قم با آخوندا ملاقات داشتم، بعد میگفت سفیر امریکا به من خندید تو ببینم تو این همه با این آخوندا ملاقات میکنی اونا چقدر مگه اسلحه دارن، چند تا سرباز دارن، چند تا جنگجو دارن، تو میخندید. گفتم ببین اصطلاحی هست به امریکا میگه he who laughs last laughs most. گفت اینو براش گفتم، گفتم شما نمیدونید اونها یه پایگاهی دارن که شاه نداره و پایگاه اونا مردمیه. اینو آقای جورج آخرین سفیر کانادا در تهران داره میگه ها، و اون هشداری بود که میگه من به این آقای سفیر گفتم، این آقای سفیر اسمش یادم رفت، قبل از سال من بودا که رئیس CIA هم بود در امریکا زمان نیکسون، ریچارد هوم یه همچه اسمی داد، برحال میگه اونجا من بهش گفتم، گفت اینا معتقد نبودن، بعدم فهمیدن که آقا طرفدار زیاد دارن، امریکایی همیشه دوست دارن با کسانی که قوی هست با اونا باشه. الان هم این دوستایی که هی میخوان برن یه کارایی بکنن، من نمیدونم رفتم وزارت خارجه اینو گفتم فلان اینا، نمیدونه شما آقا یه فراخوان بدید تو امریکا ببینم چند نفر اونایی که اینجا هستن دیگه آزادن، هیچ کم باشون کاری نداره، اونایی که ادعا میکنن نمیدونم توییترشون میلیون ها آدم داره، نمیدونم فیسبوکشون این همه طرفدار داره، یه فراخوان بده آقا ببینم چند نفر به خاطر شما در یک جا جمع میشن، اون موقع هستش که شما طرفدار دارین. و اگر اونو نشون بدی، همونطور که پرزیدنت کلینتون گفته بود به رضا پهلوی، این برمیگرده به خیلی سالا پیش، ایشون اینو رفته بود توی رستوران بغل دشتی و ایستاده بود، کلینتون رفته بود دشتی بیاد اونجا یخشو بگیره، بهش گفته بود فلانی شما فردا بیا یه فراخوان بده، یه تظاهرات راه بنداز، بذار تو این رسانه ها این پخش بشه 2,000-3,000 نفر، بعد اون موقع ما میتونیم کمکت کنیم، ولی الان ما نمیدونیم تو کیو داری که دیدید که ایشون رفت لس آنجلس و این همه بالا پایین کرد و فلان، 300 نفر بیشتر نتونست جمع کنه، اونم که خب معلوم بود همه از همین دوران قدیمی و افراد سالمند، و خودش هم قهر کرد، حتی میگه تمام رسانه ها دست اینا بود، نتونستن لس آنجلس میگن آقا شما 2,000,000 ایرانی دارید که اینا رسانه ها میگن، من باور نمی کنم اگه 200,000 تا بود خیلی نمیشه، شما وقتی در میانی اونها نمیتونی بیش از 300 نفر جمع کنی، خب نشون میدی آقا خبری نیستی که قربونت. آقا 300 نفر هم نبودن آقا مرتضوی، تازه یه عده‌ایش هم همین دستن در کانال رادیو تلویزیون بودن که بعد از اونجا تازه تبلیغشون میگو بیاین بعدم با هم میخوایم بریم رستوران، یعنی وعده یه چلو کباب هم میداد. شما اینا باز خیلی، وقتی من با شما صحبت میکنم یکی از مشکلام اینه که انقدر چیزای مختلف میگید هی مجبور میشیم بازش کنیم. مشکل رضا پهلوی این بود که چون خسیسه و پول خرج نمیکنه، نمیتونه بیاره 1,000 نفر رو
و از اینا این نیست که بگی من 1000 نفر امروز میارم، فردا میرم مجلس یه پولی میگیرم فلان. اینا همش برمیگرده به خصیص بودن. هفته آینده بیشتر با شما صحبت میکنیم، ولی حتما حتما یادمون باشه برنامه‌مون رو با هم ردیف کنیم با اسکایپ که این مشکل نباشه، چون میدونم وقتی شما اونجا منتظر هستید و بیننده هام اینجا خیلی حالت خوشایندی نداره. ممنونم که با ما هستید آقای مرتضی. خیلی ممنونم به خدمت شما و بیننده های خوبتون هم خداحافظی میکنم. انشاءالله هفته آینده شاید بتونیم بهتر انجام بدیم. قربان شما، خدا خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز، با آقای جلیل مرتضوی بودیم. اجازه بدید من یه بار دیگه صفحه فیسبوک ایشون رو بهتون نشون بدم. همین، خیلی ساده. اسم ایشون هم از اون اسمایی که نمیشه اشتباه بنویسی. بعضیا جلیل رو میان دی جی مینویسن و اینها، ولی جلیل همینجوری که میگیم، مرتضوی هم همینجوری که میگیم، هیچ چیزی به اصطلاح قابل اشتباه و اینها نیست. اجازه بدین از ایشون خداحافظی کنیم، بریم سراغ آقای احمد علی مسعود انصاری که در همین واشنگتن هستند و یه سوالی شده بود، یه موضوعی رو آقای آریانپور سوال کرده بود. خیلی ممنون آقای زمانیان از ایران، میگن واقعا برنامه ارزنده و عالی. خیلی ممنون، متشکریم از شما. بریم سراغ آقای احمد علی مسعود انصاری، امیدوارم ایشون باشن. ایشون به من گفت ممکنه بیرون باشن، با تلفن فقط صحبت میکنیم. حالا ببینیم که تلفن یا تصویر، یا تلفن هم باشه تصویر فیسبوکشون رو من نشون میدم با هم صحبت میکنیم. آقای انصاری هستید شما؟ بله بله، من حالا میخواید این عکسشو بزنم؟ نه نه، من از اینجا عکس فیسبوک شما رو نشون میدم. آه یعنی چون نباشه. بله. چه شما هم فکر کردی امروز لیبر دی تعطیلی گرفتی؟ من امروز فکر میکردم دوشنبه. عکس ما رو نشون ندید. نخیر. خب دوستان، رفتیم عملی کردیم، موضوعمون خراب شد. بله بله. جناب سروی، شما اون سوالی که فرموده بودید رو بخونید. چشم. بعد خدمتتون میتونم خوب جواب بدم. چشم. گوشی خدمتتون باشه پس تا من اینو بخونم. اجازه بدین. دوستان عزیز، آقای آریانپور خیلی فعال هستن. من به نوبه خودم ممنونم با این به اصطلاح بحث و صحبتایی که ایشون انجام میده، مسائلی رو که عنوان میکنه، بعد وقت میذارن یه چیزایی رو از لحاظ تاریخی و اینها به ما توضیح میدن. حالا یه موضوعی بود اون روز ایشون نوشته بود درباره موقعی که فرمانده به اصطلاح نیرو دریایی بندر عباس بوده. منم با آقای انصاری صحبت میکنم به جای فرماندهه میگم فرمانده. بله، ایشون ببینم که این مقاله رو من بتونم پیدا کنم. خلاصه ماجرا از این بوده که گویا خانم فرع پهلوی میره برای دیدار از اون پایگاه، بعد قبل از هر چیز میگه من میخوام برم به جزیره هرمز و اینها میان هلیکوپتری آماده میکنن و میرن جزیره هرمز و خانم فرع پهلوی، فرع دیبا، را میفته میره به طرف یه غاری و توی اون غار یه فرانسوی بوده. من اصلا وقتی میخوندم گفتم این واقعا داستان حقیقیه یا بذارید ببینم. خدایا من این رو کجا گذاشتم؟ کاش که پتیک بود برای من میفرستاد، چون پتیک اینا رو دنبال. ماهیگیری نه، این نیست. پیشنهادی برای رفع این نه، ببخشید. ولی خلاصه ماجرا اینه که وقتی که خانم فرع دیبا میره اونجا، برنامه‌ای بوده میدونید دیگه، تدارکات و اینها از قبل تهیه میبینن، ماشین به قول اینها مودورکید که چند تا ماشین بیاد، هلیکوپتر بیاد، هواپیمای کوچیکتری بیاد ببردشون. اینها میبینن که خانم فرع دیبا میگه که من یه کاری دارم توی جزیره هرمز و باید برم اونجا. اینها وسیله برمیدارن و میرن اونجا. اونجا که میرن گویا یه خانمی هم با خانم فرع دیبا بوده و صحبت میکنن با یک آقای ژولیده‌ای که اینم از باز معما هست که چجوری این آقا توی جزیره هرمز توی غاری زندگی میکرده و اینها. ای کاش نامه رو پیدا میکردم. خدایا چرا ما اینجوری شدیم؟ آقای انصاری، تا همینجاش که من گفتم، شما اگر در رابطه با این داستان چیزی میدونید برای دوستان بگید تا من بگردم این نامه رو پیدا کنم.
هستید شما؟ بله بله من بله. میخواید من بخونم این خیلی خوب اگه داری بله اگه داری بخونش بله. یا میخواید من براتون بفرستم؟ آره هر اگر بفرستی که بهتر من میخونم اگه خودتونم میتونید بخونید من فکرم شما بخونید بهتر باشه بله. بعد من میتونم شاید چون این مفصل بود من برای همین فکر کردم بهتره برای شما شعر بدم. آره من تندتر میخونم ایل برای شما میفرستم بله بله که این مسئله قربان با ایمیل میفرستید؟ با چی بفرستم؟ با ایمیل بفرستید اگه میتونید. بله بله اتفاقا حالا که شما گفتید میتونستم روی ایمیل خودم هم برم پیداش کنم چون برای شما فرستادم. خب الان فرستادم. بسیار عالی. بذار من عکس فیسبوک شما رو بذارم اینجا. اینم یه تبلیغ مجانی برای فیسبوک آقای احمدعلی مسعود انصاری. آقا شما خیلی ما که بدهکاریم خواهش میکنم. شما خیلی فعال شدی ولی دوستان خواهش میکنم. دوستان شکایت میکنن که شما خیلی به اصطلاح سوره و آیه و این چیزا میذارید. دوستان عزیز این صفحه آقای احمدعلی مسعود انصاری رو ببینید. اسم ایشون هم همون جوری که هست احمد علی مسعود انصاری. و من این نامه ایمیل رو باز کنم و بله آمد اونجا که نوشته حضور محترم شهبانوی گرامی آها بازدید شهبانو از بندرعباس در دهم فروردین 1351. بله دوستان این نامه رو آقای آریانپور نوشته و ببینیم که چی میگن. حضور محترم شهبانوی گرامی با عرض سلام و آرزوی سلامتی و شادکامی برای شهبانوی عزیز و خاندان پهلوی. بالغ بر 47 سال است که من علاقمند بودم سؤالی را از شهبانو درباره اتفاقی که در سال 1351 شهبانو عامل اصلی اجرای اون اتفاق بودم و من شخصا عامل کوچکی در اجرای آن واقع بودم مطرح کنم. شاید شهبانوی گرامی جواب سوال مرا در چند جمله کوتاه مرحمت کنند. در اسفند ماه 1350 آقای ظهیری استاندار استان ساحلی به من اطلاع دادند که شهبانو فرع پهلوی در تاریخ 10 فروردین ماه 1351 برای بازدید از بندر عباس و یکی از جزایر ایرانی خلیج فارس به بندر عباس به بندر عباس تشریف فرما خواهند شد. ایشان به اتفاق من برنامه بازدید اولیاعظمت شهبانو را با هماهنگی یکدیگر تنظیم نمودیم. در روز موعود شهبانو به اتفاق همراهان که عبارت بودند از سپهبد بدرعی فرمانده گارد شاهنشاهی، دو بانوی نزدیک به شهبانو، یک بانوی فرانسوی به نام جوجو یا جوجو و البته ماموران امنیتی که همیشه همراه شهبانو بودند وارد فرودگاه شده و آقای ظهیری پس از خیر مقدم توضیحاتی به شهبانو دادند و برنامه با بازدید از سازمان بهداشتی و درمانی که در همان در زمان برای کودکان و برای بانوان و کودکان مقیم بندر عباس ایجاد شده بود شروع می‌گردید و سپس صرف نهار در منزل آقای ظهیری و بعد از ظهر ملاقات با خانواده افسران و درجه‌داران پایگاه دریایی بندر عباس و ناوگان شاهنشاهی و غیره. شهبانو پس از شنیدن برنامه فرمودند من اول باید به جزیره هرمز و دیدن آثار تاریخی آن که در 500 سال قبل توسط پرتغالی ها در آن جزیره ساخته شده بود به جزیره هرمز بروم و پس از آن می پردازم به اجرای بقیه برنامه بازدید. یعنی یه جورایی مثل زن ترامپ هست الان یاغی شده خودش هر کاری دلش میخواد انجام میده. بله چون ترتیب هلیکوپتر نیروی دریایی از قبل داده شده بود بلافاصله شهبانو به اتفاق سپهبد بدرعی و آن خانم فرانسوی آقای ظهیری و من هوشنگ آریانپور فرمانده پایگاه دریایی بندرعباس و رئیس ساواک استان ساحلی سرهنگ بازنشسته شیخ الاسلامی به جزیره هرمز که در فاصله 1 مایلی از ساحل بندرعباس بود پرواز کرده و در گوشه‌ای از جزیره هلیکوپتر به زمین نشست. پس از پیاده شدن شهبانو فرمودند شنیدم چند غار قدیمی در این جزیره در قدیم کنده شده است، من باید از داخل این غارها دیدن کنم. غار کندن نیست، غار معمولی تونل رو میکنه. شهبانو را پیاده به آن سمت هدایت کردیم و با جادر رسیدن به یکی از آن غارها شهبانو بدون تأمل به داخل یکی از آنها شده و ما همراهان با چراغ‌های قوه‌ای که به همراه داشتیم به دنبال ایشان روان شدیم. در فاصله نسبتاً دوری مشاهده کردیم که فردی ژنده‌پوش
با موهای ژولیده و ریش بسیار بلند و لباس کهنه و کثیف در روی زمین دراز کشیده و نشان می‌داد که از مواد مخدر استفاده کرده است. شهبانو در کنار او روی زمین نشستند و برای مدتی نسبتاً طولانی در حالی که آن خانم فرانسوی نیز در کنارشان بود مشغول صحبت به زبان فرانسوی شدند. آقای زهیری چند بار از شهبانو تمنا کرد به بندر عباس مراجعت کنیم. بالاخره شهبانو موافقت فرمودند ولی به خانم جوجه فرمودند نزد آن مرد فرانسوی باقی بماند. سایرین پس از خروج از غار با هلیکوپتر مستقیما به منزل آقای زهیری بازگشتیم و برنامه بازدید از سازمان بهداشتی و درمانی به بعد موکول شد. در منزل استاندار قبلا سایر همراهان و خانم زهیری و همسر من منتظر مراجعت شهبانو بودند. خانم زهیری از شهبانو سوال کرد چه موقع نهار میل می‌فرماید. در جواب شهبانو فرمود هر زمان که جوجو بازگردد. من به عرض شهبانو رساندم که آن بانو فرانسوی در جزیره‌ای در میان دریاست و امکان اینکه بتواند با شنا خودش را برساند وجود ندارد. شهبانو فرمودند به شما مأموریت می‌دهند که به جزیره بروید و جوجو رو بازگردید. من به عرض شهبانو رساندم که آن بانوی فرانسوی در جزیره‌ای رفته و او را با خودتان بیاورید. ببخشید من اطاعت کرده و دوباره با هلیکوپتر به جزیره هرمز رفتم و خانم جوجو را با خودم برگرداندم. در هنگام برگشت خواستم از بانو بپرسم که این آقا چه کاره بود و چه ارتباطی با شما و شهبانو دارد، ولی چون صدای موتور هلیکوپتر زیاد بود و ضمناً نمی‌خواستم با صدای بلند صحبت کنم تا دیگر سرنشینان چیزی بشنوند، لذا از سوال کردن خودداری نمودم. در منزل آقای زهیری پس از صرف نهار شهبانو به یکی از آن دو بانوی ایرانی همراه اشاره کردند و او یک کیسه زردوزی شده بسیار زیبا را به شهبانو داد. شهبانو از داخل آن تعدادی سکه‌های طلایی بزرگی را که مزین به تمثال خود شهبانو و آرم دربار شاهنشاهی بود به هر یک از مدعوین بجز همراهان خودش مرحمت کردند و هنگامی که نوبت من شد فرمودند چون دو بار به جزیره هرمز رفتید لذا من دو سکه به شما میدم. شهبانوی گرامی، استدعا میکنم که با رزوی 47 ساله من جامعه عمل بسته و لطف فرموده به چند سوال ساده من پاسخی مرحمت کنید. 1. آن جوان ژندپوش فرانسوی داخل غار چه کسی بود؟ 2. خانم جوجو از چه طریقی با شهبانو ارتباط برقرار کرده است و دوست بود؟ 3. ارتباط خانم جوجو با آن مرد داخل غار چه بود؟ 4. به چه طریقی شهبانو اطلاع داشتند که این مرد فرانسوی به ایران آمده و در جزیره هرمز به سر می‌برد؟ 5. ارتباط شهبانو با یک فرد معتاد فرانسوی از چه تاریخی شروع شده بود؟ 6. چگونه ممکن است که مسئولان ساواک بندرعباس اطلاعی نداشتند که یک فرد خارجی وارد بندرعباس شده است؟ 7. به چه طریق و به چه وسیله این مرد فرانسوی توانسته بود وارد جزیره شود؟ در جزیره هیچ کس از اون نپرسیده بود که در آنجا چه می کند و برای چه منظوری؟ 8. مرد فرانسوی معتاد از چه طریقی به مواد مخدر دسترسی داشت و غذای روزانه خود را چگونه تأمین می کرده است؟ 9. بالاخره چه بر سر آن مرد آمد و آیا خانم جوجو توانست او را با خودش ببرد؟ 10. آیا این غار تنها از نظر شهبانو یکی از آثار تاریخی در آن جزیره بوده است؟ جهت اطلاع شهبانو شوربختانه سپهبد بدرعی، آقای زهیری و سرهنگ شیخ الاسلامی شاهدان قضیه دیگر در قید حیات نیستند. خلبان آن هلیکوپتر زنده‌یاد ناخدای کم شهریار شفیق بود که به دست دژقیمان رژیم اسلامی در پاریس کشته شد، ولی خوشبختانه دو بانوی ایرانی همراه شهبانو هر دو سلامت و هر دو در آمریکا به سر میبرند. همسر آقای زهیری نیز زنده و سلامت هستند. بنابراین اگر این واقعه از خاطرتان دور شده است می توانید از اون سه بانو سوال فرمایید. ضمناً سکه‌های مرحمتی شهبانو به همسرم و من هنوز در اختیار ما به عنوان یادبودی ارزشمند از آن دوران باقی مانده است. در مورد تشریف فرمایی شهبانو
گاهنامه شاهنشاهی ایران در صفحه 2095 جلد پنجم چنین نوشته است: اولیاحضرت شهبانو بتفا والاحضرت شاهدخت فاطمه پهلوی و سرکار علیه چی میگن بانو فریده دیبا برای بازدید از تاریخ آثار تاریخی جزیره هرمز از کیش به این منطقه تشریف فرما شدند. ارادتمند هوشنگ آریارپور 24 آگست 2018. ممنون از ایشون. میریم سراغ آقای احمدعلی مسعود انصاری، ولی خب نشون میده خانم فرد دنبال عتیقه بوده و عتیقه ایشون در غار موجود. آقای انصاری با شما هستیم، بفرمایید. من میتونم یه مقداری اطلاعات بدم برای جناب آریانپور که مسائل براشون یه ذره روشن‌تر بشه. بفرمایید. من این برنامه رو خانم جوجو زن آقای پرویز بوشهری بود. پرویز بوشهری از افرادی بود که خب با شاه بازی میکردن و نزدیک بود و برادر آقای مهدی بوشهری بود که شوهر اشرف بود یا شاه. ببخشید وقتی میگید بازی میکردن بگین چه نوع بازی، چون این با هم مثلا بازی بلوت میکرد، یه بازی بود به نام بلوت. بله، ورق و بازی های سرگرم کننده. بله، یه حالت مثل حکم و چهار نفر بودن اینها. یکی شاه بود، بله. یکی آقای تیمسار ایودی بود که حالا من چون ایشونو دوست داشتم میگم خدا بیامرزتش، و آقای حاجبی، محمود حاجبی، و یکیش هم این آقای پرویز بوشهری که بهش هم میگفتن یه مقدار دیوانه است، اصلا اسمشو گذاشته بودن زنجیری. بله. بعد این آقا، این خانم در حقیقت که باهاشون رفته است و به اون جزیره رفته. ببخشید، این بوشهری زن اون آقاست. آقای انصاری، این بوشهری همین بوشهریه که تو ویرجینیا هست؟ نه، اینها که قربان الان دیگه باید 100 سالشون باشه. آها، خب بعضیاشون 100 سالشون هست، هنوزم ماشاءالله سر و مر و گنده هستن. نه، این آقای بوشهری، اینها دو تا برادر بودن. مهدی بوشهری که شوهر همین شاهدخت اشرف بود. بله. من میگم شاهدخت که به کسی بر نخوره. و یکی هم قربونتون برم، و این پرویز بوشهری که بهش زنجیری هم میگفتن چون یه مقدار دیوانه وار رفتار میکرد، برادر این آقا بود و بعد پای بازی خود شاه هم بود. بله، متوجه. بعد این آقا دو تا یه زن میگیره، یعنی میشه دو زنی. بعد این خانم به قول معروف ناراحت میشه و اینا، و این آقایی که فرق خانم رفته در غار دیده و اینا دوست اون خانومه. آها. خب آها. بعد اون وقتا منم میگفتم بهشون که آقا در اسلام خلاصه مرد میتونه دو تا زن بگیره، زن لازم نیست که دو تا شوهر بکنه. حالا یه چیزی ببینید، حالا من نه، حالا این داستانی است که، و حالا این فرق خانومم که رفته اونجا، رفته خلاصه یه مقداری حتما چی میگن، این در حقیقت یک لطفی بوده که به اون خانم جوجو میکرده، همون جوجو زن اول، خانم فرانسوی زن اول همین آقای پرویز بوشهری، که اینا بیشتر فرانسوی بودن تا ایرانی. بعد این آقای پرویز بوشهری هم تو همه کارهای تجاری و اینا میخواست دست بذاره به خاطر نزدیکی با شاه، که من میدیدم آقای هویدا پای میامد بهش میگفت آقا دیگه تو یه دونه، دو تا، سه تا، دیگه تو همه کارها که نمیتونی معذرت میخوام وارد بشی. خب اون زمان آقای انصاری که نه تلفن دستی بود نه چیزی بوده، به قول حالا ما میگیم جنرال هویزر نمیدونم اومد بدون اجازه اومد تو ایران، ولی یه آقای فرانسوی بیاد بره اونم جزیره هرمز، جزیره هرمز مثل جزیره کیش و قشم و فلان اینا نبوده که، به اونجا زندگی کنه، بعد اونجا مواد مخدر داشته باشه، بعد توی غار باشه، بعد اینا خبر داشته باشن توی کدوم غار. نه، من خبر داشتن دیگه، من مطمئنم که خبر داشتن، ولی خب به همه نمیگفتن، یعنی به طور سری نگردشته شده بوده. آها. چون این دیگه نزدیک بوده دیگه، قربونم، این آقا خیلی به شاه نزدیک بود، به اشرف نزدیک بود، همین آقای پرویز بوشهری رو میگه. این خانم زن این آقا بود، همه هم خب شاید ناراحت شده بودن که این مثلا دوتا زن گرفته، متوجه عرض من هستی؟ بله. بعد بیشتر به خاطر این بوده که یه جوری از ده، و بعدم خب حتما میدونستن اونجا هستی، ولی که نمیشد که، حتما مثلا همون ساواک و اینا میدونستن، ولی خب سری نگردشته بودن به خاطر اوضاعی که هست. آها.
پس این خانم فرح میخواسته کار خیر انجام بده، دل به دل مثلا یه چی میگن یه کمکی بکنه که این خانم خیلی ناراحت نباشه برای اینکه شوهرش زن دیگه گرفته. خب اینم ما چند تا هم معمول بود، یکی دیگه شم همین پدر آقای قطبی، همین پدر آقای رضا قطبی هم زن دوم گرفت و بعد تردش کردن از دربار. آها. متوجه عرض من. بعد دوستان دیگه هم بودن که دو زنه بودن، ولی این معروف این کمک من خواستم این برای جناب آریانپور روشن بشه. بله بله. اصلا تنها چیزی که در اینجا میگم شهریار شفیق رو هم به گفته‌ای که من اطلاعاتی که دارم از خانم آزاده شفیق، یعنی چون میگن خواهر شهریار شفیق، چون موقع من خیلی به اینها نزدیک بودم، اون رو هم دولت جمهوری اسلامی نکشته. ایشون میخواست بره به ایران، دائم براش پیغام دادن که آقا نرو نرو، از طریق خود منم 10 بار پیغام دادن که آقا بیا با ما حرکت کن، یعنی هیچ کار نکن دیگه، حالا که ما متوجه شدیم. و اون چون درست شب قبل از این که بره به ایران و با نیروی دریایی بخواد یه کارایی بکنه، همون رابطینش کشتنش. رابطینش هم حالا به گفته خانم آزاده شفیق اسرائیلی بوده. آها، اینم پس یه ماجرای میشه مثل اون اویسی که میگن اون رو هم فرانسوی ها کشتن. نه فرانسوی ها، عراقی ها مثل عراقی ها کشتن. بله، به خاطر اینم به گفته آقای احمد اویسیه که بعد از 4 ماه رفت اونجا تحقیق کرد. بله. و خودش رو من گفت که عراقی ها کشتن. برای پولی که داده بودن کار نکرده بودن، به کمک فرانسوی ها بودن. حالا یه بار دیگه برای ما خلاصه که ایران کشت آقای بختیار بود که اونم باز به کمک فرانسوی ها بود. آره، یه بار دیگه برای من خلاصه شما بگین این خانم جوجو که رفت اونجا موند، اون آقای جولیده فرانسوی معتاد توی اون غار اون دوستش بوده یا شوهر یا شوهر؟ در صورت من که چون ندیدم اینا رو با هم، حتی من یه سفر برای شما یه دفعه تعریف کردم که از طرف شاه رفتم و برای صیادای جنوب تحقیق بکنم که وضع اینا چطوریه و اینها. همون موقع اصلا به من گفتن اینها در این، البته گفتن اون موقع در قشم هستن و شما میخوای بری اینا رو ببینی؟ گفتم نه من چیکار دارم. منظورتون از اینها خانم جوجو و همین خانم جوجو و همین آقا؟ آها، پس یه چیز بازی هم بوده، خیلی پنهان نبوده. نه دیگه خوردن دیگه چیز پنهان نداشته دیگه. بله، خیلی ولی خوب بود دیگران... ولی اون موقع دیگران اونجا شایع بر این بود که اون آقا شوهر این خانم. اوه، خیلی ممنونم آقای انصاری. گفتن این خانم با شوهرش اونجاست، میخوای بگید؟ من که دیگه خب من که جریانم، حالا من نمیگم که حالا چون من ندیدم. آها. نمیگم که رابطه چیزی غیر معقولی بین اینها بوده. بله، اینها با هم با هم بودن. نه، در اسلام آقای انصاری باید در دلیل اسلام با هم بودن اینها هم این بوده که ایشون زن دوم گرفته بود. بله آقای انصاری، در اسلام با 4 نفر شاهد باشن، باید بند رد کنن، اینجوری به این سادگی نیست. حالا چون این کار رو نکردیم من دوباره بقیه شدیم. آقا من ممنونم از شما. ولی برای جناب آریانپور گفتن، آریانپور فکر کردم این جالب باشه که ایشون بدونه قضیه چیه، چون افرادی هم که بدونن کم هم دیگه. بسیار. و من خاطرم از وقتی رفتم به همون پیش همون استاندار بود ایشون هنوز جناب زهیری بگم، و وقتی از به من گفت میخوای بری اینا رو ببینی، گفتم نه چیکار دارم. پس شده بوده جز آثار باستانی اونجا برسیم. ما آمدیم به صیادای جنوب برسیم، کاری به این خانم آقا نداریم. خیلی ممنون. خب بعد از اون جشنه 2500 ساله و ماجرای شیراز میشه گفت آثار باستانی ایران هم تبدیل به این چیزا شده. من آقای انصاری از شما فرح خانم میخواسته یه لطفی بکنه به خانم جوجو. بله، خلاصه مثلا این بیشتر اون بوده. بله. بعد من نمیتونستم اینا رو هم بخوام بنویسم، خودش یکی دو صفحه میشه. بله، ما فکردم براتون شعر بده. نه، ما آهنگ داریم، خانم فتانه میخونه دل به دلدار برسه، خانم فرح میخواسته این کار انجام بده. من از شما ممنونم، امیدوارم به زودی بتونیم اون برنامه خود شما را ردیف کنیم و با دوستان باشیم. دوستان عزیز اگر سوالی دارید از آقای احمد علی از مسعود انصاری یا با خودشون روی فیسبوک که الان صفحهشو باز بهتون نشون میدم تماس بگیرید، سوالتون رو مطرح کنید، ایشون می‌نویسن، یادداشت می‌کنن، در برنامه آینده میگن، یا با من تماس بگیرید از طریق تلفن، از طریق ایمیل، از طریق فیسبوک یا از طریق تکس و من مطرح میکنم. بازم از شما ممنون که هر وقت سوالی بوده. بعدم جناب سوربی، ما از امیدوارم هر چیز زودتر حال شما خوب 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 بشه، ما خوشحال بشیم. بله، مرسی. خدا هم مرسی. مرسی آقا که برم. خدا پشت و پناهتون باشه. به امید دیدار. دوستان عزیز، با آقای احمدعلی مسعود انصاری بودیم، فامیل خانم فرح
دیبا پهلوی. بذارید ببینیم این دوست ما تماس گرفته بعد از مدت‌ها، این ببینم که چی میگن. ایشون هم وقتی مسیج میذارن خیلی مسیجای کوتاه مفید و مختصر. الان 13 ثانیه پیغام گذاشتن، ببینیم چی میگن. بفرمایید یک لحظه. آی صوفی خسته نباشی، صدا نداره برنامه، محبت کن بعد از برنامه یه زنگی به من بزن. عزیز من شما بگو با چی میبینی، از چی میبینی؟ طرف از آلمان داره به من میپرسه آقا این آقای فرانسوی معتاد بوده، یعنی صدا داریم. ما دیگه واقعا عاجز شدیم از بس تا یه کسی کامپیوتر خودش، تلفن دستی خودش اشکال داره، چون اینجا راحته با ما تماس میگیره، هیچ اشکالی نداره. ولی خب یه تلاشی بکنید، چند تا وبسایت، چند تا چیزای مختلف، از مردم تیوی دات کام نگاه کنید، از یوتیوب نگاه کنید، از فیسبوک نگاه کنید، اگه نبود تماس بگیرید. اصلا ممنون، فکر کردم حالا یه چیزی مهمی در رابطه با برنامه میخواییم بگید که اینجنین این چنین نبود. بریم این پیام مریم خانم. مریم خانم شما که به این قشنگی حرف زدی، چرا به من میگی پیامتو پخش نکنم؟ اگه شما همون کسی باشی که قبلا هم چند مدت پیش، چند سال پیش با من تماس گرفتید از استرالیا، من اون موقع اصلا گفتم شما خیلی سخنور هستی، بیا صحبت کن، یه برنامه‌ای درباره خانم‌ها، درباره وضعیت زنها تو ایران، میگفتن مردم سالاریه، حالا که اومدن بیرون چرا خودشون سانسور میکنن؟ ولی شما گفتید و دو سه بارم هم گفتید که این به اصطلاح نوار یا این پیام فقط برای خودته و منم چشم رعایت میکنم و پخش نمیکنم. پیام آقای مشیری رو پخش کردیم، ممنونم آقای مشیری، اگه حمایت کنید متشکرم. بلکه آقای پتیک حسودی شما رو برانگیزه و شما هم کمک کنید، چون چند سال من شما رو میشناسم متاسفانه این کار رو انجام ندادید. دوستان میدونید توی ایران مثلا یه عکس پیکان میندازن میگن نگاه کنید اون موقع پیکان 13000 تومان بوده، الان پراید این قیمت. بذارید من بهتون یه چیزایی رو نشون بدم. بله آقا خانم، این آخوندا خراب کردن واقعا، هممون میدونیم. اولا یه موضوع اینه که چه باید کرد، کسی میدونه؟ اگه میدونه خب بیا جلو، اگه نه که خب این حالا گریه ذکر مصیبت، نمیدونم پیکان 13000 تومانی الان شده 5 میلیون و نمیدونم پراید شده 50 میلیون، اینا چه دردی رو از من و شما درمان میکنه؟ و اما بستنی کین، یادتون میاد 5 ریال، 5000، 5 قرون، بستنی پاستوریزه شکلاتی قهوه وانیلی کین در کلیه فروشگاه ها 5 ریال است. اینجاش هم نوشته آگهی مودت، بعد نوشته در صورت دریافت بیشتر به تلفن 31746 اطلاع بدهید. دوستان این آگهی زیرش نوشته بود این مال 60 سال پیشه، قیمت 60 سال پیشه یه بستنی در ایران، 60 سال پیش یه بستنی در ایران 5000 بوده. خودتون از خودتون سوال کنید روزانه شما چند بود؟ من والا 60 سال پیش 2 سالم بوده روزونه نداشتم، ولی وقتی فکر کنم 6-7 سالم شده بوده با 1 قرون شروع شد، بعد 2000 و فکر کنم دبیرستان که می رفتیم 5000 بود. 5000 پول کمی نبوده اون موقع. ولی این مصیبت و اینا به جای خودش، این از همش بدتره که میگه اگر یه کسی این بستنی رو داد به شما 6000، زنگ بزن دولت بیاد دخالت کنه. آقا اینجا یه بستنی مکدونالد بهت میده 1 دلار. یه دفعه من رفتم 2 تا بستنی خریدم، گفت 1 دلار، گفتم دونه 1 دلاره، گفت نه امروز حراج دونه 50 سنته. نه چوبی هست، نه شلاقی هست، نه اتاق اصنافی هست، نه جریمه‌ای هست. خودشون با چاقوی رقابت گردن همدیگر رو میبرن. به نفع کیه؟ من و شمای مصرف کننده. این اتاق اصناف اشتباه بود در دوره شاه، کشوری که کپی یا رول مدلش این آقای آمریکا و کپیتالیسم بود، فری انترپرایز، اشتباه بود اتاق اصناف واز میکنن، تو باید شامپوی دارمو داروگر رو بدی 2 تومن،
که تو خیابون داریوش با اون سرقفلی با اون اجاره با اون مالیات اینا هستی، اون کسی هم که بریجستون یا این ور شیخ علی چوپان یه دکونی از در خونش باز کرده بود، اونم بده 2 تومن. این ظلم و زورا بود که شروع احتکار، شروع کم فروشی، شروع اگه پارتی داشتی بهت میگفت میداد آشنا باد داشته باشی، اینا از اونجا شروع شد. والا بلا دوستان تا قبل از انقلاب گلستان نبود یک شبه اینجوری بشه. قدم به قدم شاه جلو رفت، دیدی این همه تیمسار و ارتش بود و رئیس استانداری و همه رو ردیف کردن که خانم بیاد بره سر بزنه به سازمان زنان و کودکان، گفته همه اونا رو به تعویق بندازیم، اول من باید برم دل به دلدار برسه، دل به دلدار برسه، جوجو رو ببر به همسرش. همسرش کجا؟ معتاد توی قارهای هرمز. حالا من فکر میکردم پشت این ماجرای زیر خاکی و این توطئه‌هایی که میدونید خانم فرح الان توطئه یک کتاب آیت الله رفیق و اینا، یا رفیق آیت الله، این دیوان فخرآور نوشته، فرح رو میچسبونه به روسیه و میگه روسیه به اصطلاح این انقلاب اینا رو انجام داد. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. یه بار دیگه از خانم مریم از استرالیا ممنون و متشکرم، از آقای مشیری ممنون و متشکر، از پتیک عزیز ممنون، و خیلی والا اینجا عکس دارم، عکس آقای استانلو رو دادم، عکسای دیگه گذاشتم، شعر ویدیوی خیام رو دارم، عکس شاه و آخوند اگه بهتون نشون ندم روزمون شب نمیشه. این شاه و آخوند دیدید که الان خانواده سلطنتی به اصطلاح کوین جلو میره، شوهرش یه قدم پشت سرش میره. برعکس اگر بچه ها ازدواج کردن، آقای جلو میره چون پرینس هست و به خانواده رویال یا سلطنتی وابسته است، همسرش یه قدم پشت میره که این آمریکایی خیلی مثل که کر نمیکنه، میگه برو با حتی اصلا هیچ وقتم شاه نمیشی. ولی تو ایران شاه وقتی راه میرفت اون علم و ملم و کتل و دست نمیدونم هویدا و اینا باید یه قدم پشت سرش راه میرفتن. اینو داشته باشی دوستان جوانی که بهتون میگن رضا شاه پدر آخونده ها رو در آورد، شاه هم که دیگه نگو، شاه انقدر پیشرفت کرده بود که اصلا ما همه سوئیسی شده بودیم دیگه، اصلا ما دین نمیدونستیم چیه. نگاه کنید این تحمورس زمانی، ببینید اینجا این عکس رو چی گذاشته، از کجا از سراخ ها اینا رو پیدا میکنه. نوشته بیچاره هویدا و دیگر وزرا اگر همراه شاه بودن همیشه میبایست یک قدم عقبتر از شاه حرکت کنن، ولی آخوند شانه به شانه و بعضی مواقع جلوتر از این ابله قدم برمیداشت. این نوشته که من دارم میخونم ها. ولی از لحاظ ابله، نادانی، کمسوادی شاه هیچ شک نکنید. شاهنشاه پس از زیارت مرقد مطهر حضرت شاه چراغ شیراز 2532 شهر مام بوده. اینا هم آخوندهای شیراز بودن. اینو داشته باشید. میخواییم تا اینجا هستیم یه چند تا عکس دیگه هم بهتون نشون بدم. 5 ریال رو نشون دادم. آها بستنی کیم، میدونید چرا اسمش کیم بوده؟ دیدید خیلی چیزا رو از خارج که می آوردن مجبور بودن یه اسم ایرانی بذارن روش، مثلا اون پفک نمکی، اینجا یه چیز دیگه بهش میگن نمیدونم something چیز، اونجا شده بود پفک نمکی. این کیم میگن 3 تا شریک بودن، آقای کریمی و یوسفی و موسوی، که یه مه شده کیم. و اینجا پیام خانمی از استرالیا که بعد گفته بود مریم خانم هست و اینجوری و اینها. ولی یک ویدیویی رو من باید بهتون نشون بدم که اتفاقا میخوام با این سازمان تماس بگیرم. این رو خانم شفازند فرستادن، هم از ایشون ممنونم هم از اون سازمانی که مثل من و شما هی نقنق نمی کنه، هی ننشسته جلوی تلویزیون و فکر کنه جنبش را انداخته. دیروز یه برنامه افتضاحی رو دیدم، یه خانمی برای همم فرستاده بود لایو بیاین الان ببینید، رفتم دیدم این آقای قاسمیه، کیه زیر ابروش برمی داره موهاشم یه من روغن میزنه مثل بچه ترامپ، اومده نشسته یه دوربین اینجا یه تلویزیون اونجا، یه از خودش عقب افتاده تر گذاشته اونجا، بعد زنگ میزنن به مجلس ایران. اون آخوندم چنان اینا رو انگوش به دهن، میدونید که انگوش به دهن نگه داشت، گفت بله آقای فلانی هستی، گفت بله، ازش خوب که سوال کرد، گفت آها ایشون تو جلسه هست، من میگم بعدا بیاد باهاتون تماس بگیره.
بعد برای این خانم میگم خانم شما نگاه کن، این دو نفر احمقی که دارن از سوشال پول میگیرن، بیکار میشینن اینجا، یه مشت جوونی رو سر کار میذارن و شما هم داری براش تبلیغ میکنی، یه آخوندک، یه بچه آخوند اینا رو انگوش به فلان نگه داشت. نکنید این کارا رو، خجالت بکشید واقعا. بذارید ببینیم که خانم آزیتا این پیام رو من براتون نشون بدم، این حسن ختام برنامه ما باشه. سعی میکنم آگهی اینا رو روی فیسبوک مجانی بذارم، چون اینا کمک میکنن به بچه های کارگر. چرا پیام ایشون باز نمیشه؟ I really don't know، نمیدونم. بذارید ببینم حالا باز میشه مسیج. بله بله بله، اینجا بله، شماره حساب و اینا همه رو هم نوشتن. من این ویدیو رو روی فیسبوک شیر میکنم، این مشخصاتی رو که خانم آزیتا شفازند گذاشتن براتون میذارم. خودتون اگه دوستی آشنایی دارید تو ایران باهاشون تماس بگیرید و با این کارهای اینجوری، قدمای تک تک و کوچیک اینجوری ممکنه به جایی برسید. در غیر این صورت هی بشینید ذکر مصیبت و به هیچ جا نخواهید رسید. این ویدیو رو با هم نگاه کنیم. یک لحظه، کامرای 3، اینم select area، حتما اینم اینجا. بله کامرای 3، اونای دیگر خاموش کنم. بشنویم و ببینیم. و محمد حسن داوودی هستم، مدیر مدرسه کودکان کار صبح رویش. نمیدونم صبح رویش رو چقدر میشناسید، مدرسه ای که 612 تا از بچه های کار، بچه های در معرض آسیب رو ثبت نام کردیم و داریم بهشون مهارت های زندگی یاد میدیم و مهارت های شغلی. ما بچه ها تو مدرسه مهارت نگفتن یاد میدیم برای اینکه یاد بگیرن مواد مخدر رو جابجا نکنن، مهارت کنترل خشم یاد میدیم برای اینکه با یه درگیری ساده تبدیل به مجرم نشن و خیلی از مهارت های زندگی دیگه که به دردشون میخوره. همینطور به بچه ها لوله کشی یاد میدیم، برق کشی یاد میدیم، کسب حلال رو یاد میدیم تا بتونن با کار کردن و با پول درآوردن از راه سالم به جای راههای غلط در آینده بتونن آدم موفقی بشن. الانی که دارم با شما صحبت میکنم، صبح رویش با یک بحران مواجهه، بحرانی که دیگه ما نمیتونیم هزینه های حتی اولیه بچه ها رو تامین کنیم. ما امروز با فاطمه خداحافظی کردیم و تو این مدت اخیر با حدود 150-160 از بچه ها مجبور شدیم خداحافظی کنیم و از دیگه تو مدرسه نتونیم این بچه ها رو برای سال بعد داشته باشیم. بچه هایی که دونه دونه شون رو با سختی جذب کردیم. از نمی وقتی با خداحافظی کردیم فکر کردم یعنی این دیگه حالا یه خانواده، یه جایی، محلی، مکانی، مدرسه‌ای براش پیدا شده، اینا فرستادنش اونجا. این دوستانم اگه یکم ساده تر صحبت کنن که افرادی مثل من متوجه بشن بهتره. این میگه ما خداحافظی کردیم یعنی بودجه نداریم. دوستان بودجه نداریم، به این گفتیم خب تو که حالا دو کلمه یاد گرفتی برو دیگه تو دام این گروه و گنگ و معتادا و اینها نیفت. راه از محل کارشون و پدر و مادر رو راضی کردیم، با یک سختی خیلی زیادی تونستیم پای بچه ها رو مدرسه باز بکنیم و الان به خاطر یک سری نبودن یک سری هزینه های خیلی جزئی نمیتونیم دیگه خیلی از این بچه ها رو داشته باشیم. یک کمپین رو اندازی کردیم به نام تنهایی نمیشه. اگه بخواید با این کمپین همراهی بکنید، با پرداخت ماهانه 50,000 تومان که برای ما این پول بسیار ارزشمنده، میتونیم یک بچه رو از سر چهارراه به پشت نیمکت ببریم و بهش خیلی از چیزهایی که برای زندگی. دوستان ماهانه 50,000 تومان، اگر نق میزنید که دلار گرون شده، شما که تو آمریکا هستین 10 دلار اگه بفرستین الان میشه بیش از 100,000 تومان برای دو تا بچه، 10 دلار. پس اگر از اون و برای اون بیچاره ها بد شده، برای شما خوب شده اگه بخواید کمک کنید. اگر هم نمیخواید کمک کنید که بشینید ویدیو بسازید و برنامه های آنچنانی بذارید و نمیدونم زنگ زدیم به مجلس. اتفاقا الان آقای علی حسنی اینجاست، ایشون گویا توی وزارت اطلاعات و اداره پلیس ایران بوده، الان برنامه های رو درست میکنه. برش نوشتم آقای حسنی، من اولین کسی بودم که با این کامران قادری دیوانه مصاحبه کردم، دیدم آقا این بحران میانسالی بهش دست داده و ولش کردم. اگر 4 نفر دیگه هم ولش کردن، این برمیگشت به خونه و زندگیش تو سوئد. ولی شماها اینو دارید کش میدید، اینو دارید باز معروفش میکنید و اینا از خدا شده. در صورت یه روزی هم سعی میکنم با این آقای علی حسنی‌ها
یه مصاحبه داشته باشیم و ببینیم خب هدف از این برنامه ها چیه. یکی مثل من هدف به خصوصی نداره، چون من جزء حزب و نمیدونم جنبش و اینها نیستم. گفتم مثل مهمونی ها که میشینیم صحبت میکنیم، قرار نیست بعد از انقلابم بریم یا ترامپ رو از بین ببریم یا آخونده رو از بین ببریم، اینم هم همینجوره. ولی این دوستانی که میان میگن ما با یه نیتی مملکت رو ول کردیم، با یه نیتی الان داریم توی کشور زندگی میکنیم، وقتشون رو با گذاشتن و درست کردن ویدیو، اونم برای یه آدمی مهره سوخته ای که تمام اون کسایی که باهاش بودن الان باید برن آزمایش ایدز کنن که ایدز نگرفته باشن، تمام اون کسایی که کمکش کردن یکی یکی تو برنامه همین خود آقای علی حسن نیا میان و میگن که این کلا سرشون گذاشته، خب دیگه شما دیگه چرا تبلیغشو میکنی؟ ولش کن، لازم داره رو یاد بدید. الان برای ما تا آخر تابستون همین فرصت کم حکم مرگ و زندگی رو داره. ما اگر بتونیم این بچه‌هامون رو تامین بکنیم و برای هر کدوم از بچه‌هامون حامی پیدا کنیم، میتونیم تا آخر سال نگهشون داریم. اگر دوست داشتید از این طرح حمایت بکنید، صبح روش رو تو اینترنت سرچ بکنید و به سایت صبح رویش برید و طرح بورسیه رو مشارکت کنید و همینطور این فیلم رو برای ما منتشر بکنید. اگر این فیلم رو بتونید دست به دست بدید و از ما حمایت بکنید، خیلی برای ما موثره و بسیار ارزشمند و ما میتونیم این بچه‌ها رو برای آینده آماده بکنیم و یاران صبح رویش که دارن عاشقانه با تخصص‌های بسیار بالا 80 نفر دارن در صبح رویش کار میکنن به آرزوشون میرسن و مسئولیت اجتماعی ما و شما برای آینده بهتری برای این بچه‌ها به نتیجه میرسه. خیلی ممنون. صبحرویش.com یا سرچ کردن صبحرویش در اینترنت و انتشار فیلم درخواست من از شماست. دوستان اولا ببینید این آقا چقدر راحت، چقدر قشنگ صحبت میکنه بدون هیچ نوشته‌ای، بدون هیچ توپق زدنی. چرا؟ از دلش داره میگه. بعد چند سالش این آقا؟ 600 تا بچه، بچه‌هایی که هی من و شما فقط عکس میفرستیم، آخ بمیرن، آخ داره گل میفروشه. اینا میگه اینا رو یه گنگ برید فیلم گدایان تهران رو نگاه کنید، دوره شاه ساختن. اگه اشتباه نکنم همین خانم لیلا فروهر توش بازی کرده بود، چون یه فیلمی هم اومد شیراز پر کرد، من از اون موقع ایشونو دیدم، کوچولو بوده من، خودم هم کوچولو بودم. بله این ماجرا ویدیو دارم از آقای ایران بومی که قرار بود پخش کنم نرسیدیم متاسفانه، امروز یه کمی دستگاه ما اشکال پیش آورد و امیدواریم برنامه آینده به این صورت نباشه. دوستان عزیز از این که با ما بودید ممنون، متشکرم. ولی بازم چون من برای اینا نوشتم که آقا این مشخصات و اینا رو بذار تا مردم ببینن، بذار رو ویدیو وقت صحبت میکنی اون زیر باشه. من براتون عکس صفحه فیسبوک به اصطلاح وبسایت اینا رو نشون میدم که اگر یه وقت رفتید مطمئن بشید که جای درستی هستید و اشتباه نرفتید. اینجاست نوشته که صبح رویش، ببینید این صبح رویش SOBHE، این میشه صبح رویش ROUYESH.com. این شد صبح رویش. اینجا هم نوشته صفحه اصلی بورسیه سالیانه کودکان کار، ما کیستیم، معضل کودکان کار، چه کارهایی میکنیم، حمایت نقدی، ارتباط با ما. خیلی هم راحت میتونید باشون ارتباط برقرار کنید، ایمیل و اینا همشون این زیر نوشته شده، برعکس وبسایت های جنبشا و اینها که نه اطلاعاتی میدن، نه شماره تلفنی دارن، نه دفتر دستکی دارن، نه عضو و اعضایی دارن، نه به کسی کمک میکنن. از اینکه با تلویزیون مردم بودین ازتون ممنون و متشکرم. تلویزیون مردم برنامه صوری با مردم رو به دیگران هم معرفی کنین. شما هم میتونید در تلویزیون مردم با هزینه بسیار کمی برنامه داشته باشید، روزانه، هفتگی، ماهیانه و هر جوری که راحت هستید. بله هر کدومتون با یه تلفن میتونید برنامه داشته باشید، ولی شما تلفنتون روشن میکنید، حالا یه نفر کجا میتونه بیاد شما رو پیدا کنه و ببینه؟ سالها اینجا بودیم تا نزدیک 20,000 نفر تو این سوراخ مراخا جمع کردیم. بله خانم مسیح علی نژاد میاد یک شبه 250,000 نفر، ولی آقای جلیل مرتضوی درست گفت، گفت کلینتون به این گفته آقا شما که میگین اینجوری برو 1,000 نفر رو جمع کن تا ما بگیم 1,000 نفر دنبال شه. و یکی از دلایلی که رضا پهلوی هیچ وقت
هیچ فراخوانی رو زیرش امضا نکرده، سواد که نداره باید انگشت بزنه، انگشت نزده، اینه که میدونه کسی نمیاد. توی کالیفرنیا که بیشتر شاه الله یا اونجا هستن نزدیک به 200 نفر اینم 3 روز تبلیغ میکردن که بیاین آقا رضا رو ببینین، بعدم با هم میریم رستوران. ملت گفتن آقا ولمون کن، میخوام بریم $100 در بیاریم. روز و روزگار بر شما خوش، به امید فردایی بهتر و آیندهی روشنتر. و برنامه ها را من خاموش کنم دیگه از اینجا، 3 تا 4 تا برنامه روشنه. مرسی.